خب چند نفر جا داره این اونجا اتاق؟ اینجا الان من آها تو توش که میگه نشون نمیده. خب سلام به همگی، شبتون بخیر، خوبی؟ مشتاق دیدار رو این حرفا و میشناسید دیگه، میشناسید همه هم دیگه رو، ما رو میشناسید، خیلی معرفی فکر کنم نیاز داشته باشه، فقط سلام کرد خب. وهاب و محمد شما مگه سلام علیکی چیزی دارید؟ سلام سلام وقت یه زمان تا ها به خودت مجری رو بشم یعنی چیز کنی، یعنی لیست کنی قضیه رو. آره آره باشه، من آره شروع کنیم، ما هم بهت اضافه بشم شروع. آره من استارت قضیه رو میزنم و بریم ببینیم که چه خبره. من یه نگاهی بندازم ببینم کی هست کی نیست. بله من اکثر بچه ها رو که میشناسم اینجا. خب قرار شد که یعنی یه مدلی که بچه های پرشن گیم جمرز امین و صادق و یاسمان اینا به ما گفتن که یه مدلی که میخواییم امتحان کنیم اینه که میخواییم گپ بزنیم، حرف بزنیم، بحث پیش بیاد، حالا صرفا یه نفر مهمون نباشه و اینو مدل رو قرار شد ما تست بزنیم امشب به عنوان پروتوتایپ، ببینیم که فیدبک چیه و چجوریه و بعد چجوری میتونیم ادامهش بدیم. امشب هم همینجور قراره یه گپ خیلی دوستانهی بزنیم با هم دیگه، حالا احتمالا بیشترش ما سه نفر و خیلی دوست داریم که شما هم بیاید و درگیرشید توی گپ و میکروفون هم روشن کنید حرف بزنید، یعنی خیلی تو تکس و اینه نباشه. من حتی نمیدونم کدوم یکی اینا رو باید ببینم، سوالات گپ صوتی رو فکر کنم باید ببینم اگه خواستم گپ ها رو ببینم دیگه. و آره خواسته قرار شد که یه بحث دیسکاشن دوره هم را بندازیم. ما حالا این سه نفری که اینجا هستیم، حالا استثنان ما، معمولا اینجوری که یه موقعیتی پیش میاد همیشه هر سال و ما یه جایی میریم سه نفر تو کلن سه روز فقط داریم ما حرف میزنیم با هم دیگه و بحث میکنیم که آقا چرا چه بحثش اینو، گفتیم بحث رو بیاریم اینجا و با هم دوره هم بکنیم. و موضوع بحث عموماً موضوع بحث ما اینه که چرا اینقدر پروژه های بازسازی ما فیل میشن و چرا اینقدر فیل میشیم خودمون. و الان قبلش داشتیم با بچه ها صحبت میکردم، من داشتم میگفتم که خوشبختانه حالا یا بدبختانه هر سه نفر ماها یه عالمه پروژه فیل شده داریم. حالا میگم خوشبختانه بدبختانه چه نمیدونم کدومه، ولی پروژه فیل شده زیاد داریم و قشنگ با پوست و گوشت و اینا فهمیدیم که چی میشه که پروژه ها فیل میشه و گفتیم خب یه ذره تاک بزنیم براش و حرف بزنیم و هم اون حرفایی که همیشه در خفا میزدیم و یه ذره علنی‌تر بزنیم، همین که شما اگه سوالی دارید، نظری دارید، مخالفید، اصلا فکر میکنید جور دیگه بوده یا هر تجربه دیگه‌ای دارید، خب بیاید مشارکت کنید. همین این مقدمه است و سوالش هم اینه که اولین و آخرین سوالش هم اینه که آقا چرا ما فیل میشیم، چرا اینقدر بازسازی ما اینقدر توش شکست زیاده به نسبت جاهای دیگه و کلن از کجا بلند میشه این داستان. یه نفری روشن کنه چرا آمودی. من لحظه صدام رفت. آره آره ولی اومد. خب محمد جان آره ببین یه صحبتی که تمیشه میکردیم اینه که دفعه من یه چند تا بخش رو که به نظر میرسه رو مثلا میگم، حالا مثلا هر کدوم اینا رو بریم بهش کافی میبینیم که چطوری. ببین یه چیزی که آقا اصلا این فیل از کجا شروع میشه، یعنی که زمانی که به ایده فکر کردن یعنی من خب بازی بسازم با بیار فیل، خب بعد تا اینکه مثلا مارکت بازی میاد به مارکت بازم یور فیل. خب حالا بریم اینا ببینیم چند تا از این چیزاست که یور فیلیر فیلیرهاش هر کسی رو میتونه بسازه. مثلا من از این ذهنیتی که من میخوام بازی بسازم شروع میشه، بعد اینکه تیم تشکیل بدم، بعد چجوری این تیم رو نگه دارم، چجوری باجت و بودجه بگیرم، بعدش چی بسازم، بعد حالا میره توی بخش هنری و گیم دیزاین و آرت، بعد پروداکشن این چجوری مدیریتش کنم، بعد این چجوری بذارمش بیرون خودم صرف آپلیش کنم یا بدمش مثلا دست ناشر و اینا،
و حالا قسمتی که مثلا روی لانچ مطرحه و بعدش خب حالا من بازیار دادم بیرون خیلی در نمیاره چجوری اینو اپتیمایزش کنم. حالا اگر موبایلی داریم صحبت میکنیم یا حتی پی سی داریم صحبت میکنیم، باز مهمه که گیمر رو بتونیم مینتینش کنیم و در نهایت هم این که بتونم بفروشمش. مردان از این باید بتونم پول در بیارم. اگر و این که اصلا ذهنیت ما به این به چشم هابی نگاه میکنیم یا به چشم بیزینس، تو برو برمیگردیم سر اول قضیه، کل قضیه رو بخوای نگاه کنی به عنوان یک هابی نگاه میکنی به عنوان یک بیزینس، کل این صحبت ما متفاوت. و چیزی که فکر کنم امروز ما تو تک تک اون استپا همینجوری فیل میشیم دیگه، تو تک تک اون استپا قشنگ یه دنیایی هست. این تمام استپای فیلیر هست، یعنی تمام استپا رو تو میتونی فیل بشی و بازی بد بشه و مثلا هر کدوم اینا رو، یعنی تو ممکنه که مثلا بهترین گیم ممکنه درست کنی. من خیلی مثاله گیم متفاوتی هستش که یارو فالات ساخته، فالات 76 بود نفریه که دیزاستر شد سر مثلا که مثلا اجرا کردن زود دادن بیرون و مثلا به خاطر اینکه بازی پالیش نبود، یا مثلا نومن سکای مثلا اون همه هایپ و فلان اینا بازی ها مثلا خورد تو دیوان. بازی های کلیزینسکی هم معروفه به این چیز دیگه، گیم تولید شده ولی در نهایت فیل شد توی مارکت دیگه. دقیقا. یا مثلا چونم چند وقت پیش من دیدم که مثلا کلش آف کلانز موفق‌ترین بازی موبایلی یا حتی بگیم یکی از موفق‌ترین بازی تجاری تاریخ، مثلا کلون یه بازی از روی کلون این بین از یه بازی از روی مثلا فیسبوک بوده و چرا اون بازی فیل کرده و چرا این یکی موفقه، برمیگرده شاید به این که اصلا آرت استایل رو بهتر انتخاب کردن، زیر ساخت فنی یا اصلا بستر بهتری برای فروش انتخاب کردن. حالا این رو میشه آنالیز کرد. من میگم که بریم از اون اوله شروع کنیم که پیشنهاد ها اگر ما خالفید بگید که اصلا بریم چیز از اون اوله که ما اصلا به گیم ساختن فکر میکنم شروع کنیم که اصلا ذهنیت ما چیه که باعث میشه که یه تیم فیل مثلا تشکیل بدیم، چرا مثلا ذهنیتمون چی باشه اگه بخوایم بازی بزنیم، تکلیفمون رو اول مشخص کنیم چطوریه. اگه موافقی بریم از اون اول شروع کنیم، اگر نه که از هر جایی که فکر کنیم. من موافقم، فقط دوست دارم که توی صحبت تمرکزمون بیشتر روی تولید باشه، یعنی چون فکر کنم اکثر بچه‌هایی که اینجا هستن بچه‌ها هستن که خب بازی‌سازن و الان درگیر تولیدن، شاید مثلا ما بیشتر رو تولید مثلا فوکوس کنیم خیلی بهتر باشه و یه چیزی به درد بخور تری ازش در بیاریم. و آب جان شروع کن. چون الان فاز سرمایه‌گذاری جز تولید ببینیم یا نه به نظرتون؟ سرمایه‌گذاری جز اون اولی است دیگه، اون چیزی که محمد میگه استارتش، این که تیم میخوام ببندیم و پروژه ببندیم، بالاخره موقع پروژه بستن پولم مهمه، یعنی اصلا یه بخش جدی از تیمه، یعنی اگه از تیم شروع کنیم به نظرم که یه بخش جدیش اینه که این تیمه چجوری دور هم جمع میشه و چجوری میخواد واسطه دور هم، یعنی تیمه میخوان مثلا صلواتی کارو بکنن که میخوان پول بگیرن و خب بالاخره معمولا بهتره که آدم‌ها پول بگیرن و خب اینجاست که شما اول یا آدم سرمایه گذار داره یا پول شخصی داره یا هر چیزی که به نظرم یه نکته خوبیه که بهش اشاره کنم از اول شروع کنیم. من حالا اینجوری بگم که قبلا حالا با هم صحبت کردیم، میدونیم که گفتیم که به نظرم تمام این اشتباهات یا فیلایی که توی حالا گیم اتفاق میفته تو صنعتی که حالا صنعت میتونه بهش بگیم یا نه، به نظرم از یه کلمه توهم به نظرم تشکیل میشه. حالا توهم از تایپ سرمایه گذارش بگیره تا توهم در افکار اعضای تیم به نظر من. اون توهم هم توهم هشتگ توهم و بچه این میتونید امشب دنبال کنید چه زیاد تکرار. توهم از همون سرمایه گذار اولیه میتونه شک بگیره تا به توی اعضای تیم هم این توهم وجود داشته باشه. توهم ها انواع مختلف دارن دیگه، توهم حالا مثلا خود خفن پنداری، مثلا ما خیلی خفنیم ما میترکونیم و اینا، این یه تایپ از توهمیه. توهم از سرمایه گذاری که آقا من 6 ماه بیام سرمایه گذاری کنم این میلیون سه برابر در میارم، یه توهم این تیپی الان وجود داره که اسی سرمایه گذاری اومدن اینجوری سرمایه گذاری کردن خروجی نگرفتن و الان میری بهشون میگه آقا بیا گیم سرمایه گذاری کن، طرف دو پا داره دو پا هم قرض میگیره فرار میکنه، میگه گیم نه اصلا نمیام. این توهم به نظرم اینجوری شکل میگیره. حالا
به نظر من تیمی که میخواد بره پیش سرمایه گذار و سرمایه گذاری یعنی راضیش بکنه که به روی پروژه کار بکنه، اول اینکه باید بتونه اون سرمایه گذاره رو قانع کنه که آقا این یک سرمایه گذاری خطر پذیره، این اینجوری نیست که 100 تومن بذاره 3 ماه دیگه 300 تومن برداری، یا این سیستم باید بتونه سرمایه گذاره اینجوری قانع بکنه که این سرمایه گذاری خطر پذیره و طرف بدونه که اگه داره مثلا یک سال پول میذاره ممکنه دو سال بعد نتیجه رو ببینه، اگر تیم تازه خوب پیش بره و کل شرایط دیگه و ممکنه واقعا چیزی هم در نیاره، بالاخره بازاری ذره غیر قابل کنترل دیگه، واقعا غیر قابل پیش بینی هم هست، هر فصل هر ماه ترندا تغییر میکنه، ما اگه بخوایم همیشه این رو ترندا سوار شیم خیلی مواقع رو ترند سوار میشی و یه دفعه ترند تغییر میکنه شما میری تو جاده خاکی بعد دیگه گیمت فیل میشی، یا مثلا هنوز آدمای میبینن مثلا میرن سمت مثلا کارت باز، نمیگم بعد اون یا چه، ولی مثلا میبینن یه گیمی الان داره میفروشه منم برم اونو بسازم، خب اینجوری نیستش که، چون خب اون داره میفروشه تو اتانا نمیتونی باش موقع رقابت بکنی، همونطور که به قول محمد ان تا کرون از بازی ساخته میشن یه دونش موفق میشه، ان تا کرون از کلش ساخته شده هیچ کدوم نگرفته. آره به بهاب یه چیزی که گفتهش من بتونم بیارمش توی یه کانتکستی اینه که خیلی از بازیها یا تیمایی که دارن کار میکنن تمام اینا رو بخوایم بیارنش توی قالبی میشه قالب بیزنس بلن، خب و اینکه مثلا شما اگر ما یه تیمی هستیم دور هم دیگه جمع شدیم و میخوایم بازی بسازیم بگین که ویژنمون چیه، خب یعنی یک ریزر استیتمنت، یعنی میگن که اگر به این نگاه کنی به این جمله اگر نگاه کنی اینکه ما میخوایم بازیه مثلا کژوال برای مثلا مخاطب 35 سال به بالای مثلا خانم‌ها درست کنیم، خب این در همراه خودش برای اون تیمه یک هدفی میاره، برای همراه خودش یک بیزینس پلانی میاره، خب یک ژانرهای بازی، خب این بچه‌ها که مثلا هر تیمی به نظر میخواد شروع کنه باید یه ریزر استیتمنتی داشته باشه، خب که میتونه از اون توانمندی های تیمش بگیره، و اینکه حالا تو میخواد بری با اینوستورت هم صحبت کنی اینجا دقیقا رقابت مشخص میشه، من خیلی از بچه که من صحبت میکنم میگم من فلان ایده دارم و میخوام بسازیمش و این میتره کنه، خب بهش میگم چرا میتره کنه، مثلا مشتری ساختم و این میتره کنه، میگم خب میگم چرا، میگه خب کندی کراش هم اینو چیز کنم، خب بعد اوکی تو چه مزیت رقابتی داری، یعنی میبینی از بعد اگر کسی مثلا بیزینس پلان بخواد بنویسی اصلا توی تمپلیتش هست تو چه مزیت رقابتی نسبت به بقیه داری، خب این بیزینس و مثلا مارکتینگ الان اینجوری شده که همه چیز کانالیزه شده به خاطر اینکه صدها هزار بار میلیون ها بار شکست اتفاق افتاده تا اینکه این بیزینس پلان، این علم اقتصاد چی بهش میگن MBA بهش میگن، نه حالا این علم مارکتینگ شکل گرفته شده دانش که تو دانشگاه داره تدریس میشه، خب پس اینکه اول از همه بچه‌ها به نظر من باید بیان تمام این صحبت با اینوستور چه مدلی باشه، من اگر با اینوستور فینتک دارم میرم صحبت کنم، فینتک دارم میرم صحبت کنم چجوری صحبت کنم، با اینوستور گیم چجوری صحبت کنم، با اینوستور آژبازاری هم میخوام بیارمش توی گیم باید چجوری صحبت کنم، تمام اینا میشه مهارت‌های مذاکره و صحبت و بیزینس که به نظر من پترناش وجود داره، و اینکه اصلا تو بخوای بیزنسی رو راه بندازی به عنوان گیم تو حتما باید بیزنس دربارش بخونی، KPI‌هاشو بدونی و اینا رو چیز کنی. یکی که من فکر کنم یکی از عوامل از فیلیر اینه که بچه‌ها با دید بیزنسی تو قضیه وارد نمیشن. یعنی یک کاجی بازاری باید بیاد توی تیم باشه، دید بیزنسی داشته باشه که بگه من میخوام بازی بسازم که پول در بیارم. خب چون پول است که بالاخره تیمو نگه می‌داره، بزرگش می‌کنه و می‌سازه. خب یه همچین آدمی با همچین ویژن از آن تو تیم وجود داره، باید وجود داشته باشه و حتما اینو بذار چیز کنه. یکی از ضعفایی که خود من توی سالهای مختلف داشتم این بوده که به این قسمت از ماجرا خیلی بی‌توجه بودیم، یعنی ما هممون یه مشت گیک و نرد برنامه‌نویس و گیم انتوزیاست و مثلا چم فن گیم بودیم، دور هم دیگه جمع شدیم بازی ساختیم ولی اون دید بیزینسی رو نداشتیم و به خاطر همین چیز کنیم. بذارم دوستم که بیشتر از مثالای فیلایی که خودمون داشتیم هم بگیم، من حالا مثالای که فیل کانی بگیم، مثلا یه حساب کردم یه 3 ساعت احتیاج دارم برای اینکه فیل کان بگم
چون ما هممون این راه رفتیم و واقعا اگه یکی بود که اون زمان میومد به ما میگفتش که نرید، خیلی احتمالا یه سری ریسورس همون سیف میشد. و معمولا همیشه همین که میگم بچه ها همیشه اولش اینجا شروع میشه که آدم ها یه شور و اشتیاق خیلی زیادی دارن، چون همه هممون گیمریم، گیم دوست داریم، عاشق گیمیم، نفس میکشیم شب و روز داریم گیم نفس میکشیم، و خب دوست داریم اضافه کنیم به این، یعنی دوست داریم به این کامیونیتی چیزی اضافه کنیم، ما هم یه بخشی ازش باشیم. و خب معمولا با این شروع اشتیاق شروع میشه، و وقتی که با این شروع اشتیاق شروع میشه خیلی چیزا نایده گرفته میشه، خیلی چیزا، یعنی از مسائل مالی بگیر تا اصلا اهداف تیم. یعنی یکی از چیزایی که همیشه مثلا من تجربه کردم یا به تیمایی که مثلا باهاشون کار کردم گفتم، همیشه میگم بهشون که همتون باید ویژنتون، چشماندازتون و هدفتون مشترک باشه با هم. و یکی از راهاش هم اینه که معمولا مثلا اگه یه تیمید مثلا 3 نفرید، 4 نفرید، 5 نفرید، یکی از راهاش اینه که هیچ حرفی با هم نزنید، این تست رو بکنید. اگه الان آردی توی تیم مثلا ایندی هستید دارید کار میکنید، این تست رو بکنید با دوستاتون، این که بدون اینکه حرف بزنید برید هر کی یه گوشه فکر کنه، برای خودش فکر کنه، بگه که من تا چشم اندازم از این تیمی که هستیم توش و از بازی که میخوام بسازم چیه، بنویسه رو کاغذ و بیارید حالا کنار هم و بخونید دارید چقدر شبیه همه. تجربه من نشون میده که اصلا شبیه هم نیست، یعنی تجربه من میگه که در قدم اول وقتی با هم راجبش حرف نزده باشید میبینید که اصلا هر کی یه دید دیگه ای داره، یعنی دوست داره، یکی دوست داره یه تیپ گیم دیگه بسازه، یکی دوست داره یه تیپ گیم دیگه بسازه، اصلا ایدئالش چیز دیگه است. و اون شور و اشتیاق اولیه است که آدمو داره میکشونه. و ولی به محض اینکه، و اون تا اونجا کار میکنه بچه‌ها، ولی به محض اینکه به اولین مشکل بخورید، اون شور و اشتیاق دیگه سرد میشه و بعد تازه میفهمید که خب اینا اصلا ما با هم نمیخوریم، راهمون اصلا جداست، مثلا چیز دیگه میخواستم، مثلا دوست داشتم این تیپ گیم بسازم، من خواستم مثلا فلان گیم بسازم، و اونجا درگیری پیش میاد و تیم میپاشه. یعنی اینقدر این مثالا رو من دیدم تا حالا که حد نداره، یعنی هم خودم توش بودم و هم تیمایی که باهاشون آشنا بودن اتفاق براش افتاده. و حتما این کارو بکنید، یعنی به عنوان دیگه یکی از مثلا تسکای جدی وقتی تو هر تیمی جمع میشید دور هم، سعی کنید که مسیر راهتون رو ترسیم کنید و ببینید اصلا قراره با هم مسیر باشید یا نه. بعد اگه قرار با هم مسیر باشید، خیلی تحمل کردن سختیاش راحت تره، یعنی بیپولی تحمل کردن بیپولیش راحت تره، تحمل کردن مثلا اینکه یکی مثلا بره سربازی نباشه راحت تره، تحمل کردن اینکه یکی مثلا یه دوره‌ای حالش خوب نباشه، مثلا مشکل مالی داشته باشه، تیمو موقتا ترک کنه بره مثلا ذره پول در بیاره برگرده، اینی هم اتفاقی که برای ما افتاده است، خیلی تحمل اینو راحت تر میشه. ولی اگه این مسیرتون با هم مشترک نباشه، همین به راحتی تیم اصلا میپاشه و پروژه ها همه همینجوری رها میشن و میرن توی اون کوه یخی که زیر آبه که انبوه از پروژه های فیل شده است، اونجا میمونن. آره ببین، در مورد این ویژنه، من این مدت خب تو مرکز روشم بودم، مشکلات این تیمی زیاد میدیدیم ما، یعنی حالا جور از بحلمون ویژنه اینجوری بود که 3 نفر تیم میشدن و آرتیست تو ذهنش بود میخواست گیمی که دوست داره بسازه، برنامه نویس هم میخواست گیمی که خودش دوست داره بسازه، دیزاینر هم میخواست گیمی خودش دوست داره بسازه. بعد این هر روز سر مثلا انتخاب سبک مشکل داشتم، مثلا آرتیست کانسپت میزد میگفتن اون خوب نیست، میگفت اگه این سبک کنید من آرت نمیزنم. یعنی یه جوری مثلا زور میگم من اگه میخوام که من براتون آرت کانسپت بزنم، باید مثلا شما مثلا شبیه مثلا کومیک برید جلو، اما کومیک به صفحه گیم نمیخوره، گیم اون مثلا مشتیریه دیگه، من کار نمیکنم، یا کومیک یا مثلا فلان. این مشکل زیاد پیش میومد. آره ببین، من چیزی که توی تیمای موفق دیدم اینه که یه پترن شکل میگیره از این مدت، یعنی که بچه های تیم و از این مدت به یک لیدری اعتماد میکنن، خب درسته که با هم فکری میکنن یه ایده رو میرسن، خب ولی اول آخر اون لیدره حرف رو میزنن، اصلا میگه بریم فلان چیز رو بسازیم، چون که واقعا سخت آدم با طبع چی میگن توقعات یکسان رو کنار هم دیگه جمع کرد. خب یه نفر رو ایدر میگه، بعد اون لیدر هست و هر کسی توی تیم، هر چقدر تیم بالغتر میشه آدم ها رول خودشون توی تیم میپذیرن، بخواد تا اینکه سبک رو بخواد معرفی کنن. خب یه رو میگه که من فلان آرت استایل رو میزنم، بقیه هم قبول میکنن، خب یعنی که اوکی چون فلانی گفته، یا مثلا مارکت ریسرچ کردیم به لیدر رسیدیم که فلان آرت استایل بزنیم،
به هم دیگه چیز منطقی میرسن و به هم دیگه اعتماد میکنم و یه جوری این چیزا رو این سلیقه هر رو هم راستا میکنم میشه سلیقه تیم. خب اینکه راه این که سلیقه تیم رو و سلیقه فرد رو هم دیگه جدا کنن رو یاد میگیرن. خب من توی تیمای هر چقدر بالغتری ندیدم دارم که این گفتگوها خیلی سریعتر حل میشه. اگر بچه‌ها درگیر اینان که هنوز چیزه این تیم ها سریع، یعنی تیم اصلا اول مثلا لحظه اول فعل اینا جزء چیزایی که من میگم فعلای چی باید بشه پری میچر آره پیش از زودرس یعنی تیم شکل نگرفت اینا چون منتور خوب ندارن میدونی خیلی تیما واقعا کسی نیست کمکشون بکنه و بهش راهنمایی بده. مثلا توی مثلا ما تیم پروانه رو مثال بزنم، ما آرتیستامون هر کدوم از یه سبک خاصی اومده بودن، یکی دارک کار یه فانتزی کار میکرد، یه لید آرتی بود که تونست بعد از چند ماه تست زدن کار کردن، حتی یه سری روزای کاری و غیر کاری بچه‌ها با همدیگه دور همدیگه برمی‌داشتن کلاس طراحی برگزار میکردن، کانسپت می‌زدن برای اینکه بتونن سبک و ویژن آرتیستا یکی شه که بتونن روی یه پروژه با هم کار کنن، چون یکی اصلا فضای ذهنیش یه چیز دیگه بود، یه چیز دیگه بودش. بعد یه آدمی باشه که بتونه رو با هم یکی بکنه. حالا آدم مثلا لید آرت نه، لید کل تیم نتونه، میتونه از یه آدمی بیرونی کمک بگیرن، شبیه منتور. یا بیاد بهشون بگه مثلا این مسیر اشتباهه. شاید خیلی مواقع دیدید که آدما حرف دوستاشون رو قبول نمیکنه، ولی یه آدمی مثلا با تجربه تر، یه آدمی که قبلا اینو تجربه کرده، حرف اون مثلا میتونه قبول بکنه. این شاید کمکشون بکنه که بتونن یه به اون ویژنی که مثلا میخوان برسن. اگه خودشون هم به عنوان منتور هم حتی مثلا خیلی از تیما، یعنی من خودم هم حتی یه تایم به عنوان منتور از کسی کمک میگرفتم یا الان مثلا باید بچه ها کمک بکنم بازم گوش نمی کنم. خب قضیه اینه که با آدم های کار کنید که این چیزا میگن که چم یه نفر که کار شروع میکنه مثلا باید 10 تا فعل داشته باشه تا اینکه سرش به سنگ خورده باشه تا اینکه این تربیت شده باشه. خب یعنی اگر که گیم میخواید شروع کنید، اوکی اولش خیلی سفت و سختید و حرف کسی گوش نمی کنید، به سراتون به سنگ بخوره، یعنی تونتون بازی درست کنید و سراتون به سنگ بخوره، بعدا تازه حرف اون آدم ها ارزش بده. یکی از چیزهای دیگه اینه که تیما این آدم ها که سرشون کم به سنگ خورده دوره هم دیگه جمع میشن، یعنی یک نفر تو تیم باشه اوکی بقیه منیج بکنم، ولی اگر کل تیم آدم های خیلی رای باشه، خیلی تازه کاری باشه، این هم باز احتمال فیل شدن از یاد داره. خوبه که این بالانس بین آدم هایی که فیل میکنن رو توی تیم داشته شد. اگر با آدم ها خیلی منطقی هستیم، خیلی عفوش کنه هستیم که ذات انسانی نیست دوست داره که ماجرا جو باشه، خوبه که بریم تلاش کنیم مثلا اوکی اول برف کسی گوش نکنه، بریم فیلامون رو انجام بدیم، ولی حداقل میدیم که اوکی فیل میشیم، پنج تا پروژه اولمون بزنیم ما بدیم فیل میشیم، خب توقعمون حداقل میاد پایینتر، کمتر ضربه میخواد. این اینو آره ببین اجازه بدید که این تیکه رو من بحث رو ببندم که بریم جلوتر، چون جلوتر من دعوا دارم کاملا و راجب توهم بخشای توهم دیگه. اولا اینکه توی این تیکه بچه ها اگه مثلا راجب همین تیم سازی، راجب دور هم جمع شدن و هم سو شدن، هم دل شدن، راجب این چیزا مثلا اگه تجربه دارید یا سوالی دارید یا فکر میکنید مثلا اعتراضی دارید یا هر چیزی، الان بگید که بحث کنیم، بعدش من میخوام بحثو ببرم یه ذره به سمت یه استپ جلوتر به سمت تولید. کسی اگه نکته ای داره بگه. یکی رفت اومد. صدای من میاد؟ بله بله. با سلام خدمت شما و همه دوستان. حقیقت من میخواستم یه نکته ای در رابطه با همین بحثی که کردین بگم. اینه که یه چیز خیلی ساده که تیما بهش توجه نمی‌کنن و خود ما هم مثلا این مشکل رو داشتیم این بود که البته شما فرمودین بین نحوه دیگری، این بودش که مثلا بعضیا می‌خواستن کژوال بزنن، ما مثلا می‌خواستیم بریم سمت هاردکور و اصلا همین باعث شد که تیم از هم بپاشه. اینه که مثلا این چیزام خیلی مهمه. حالا همونجوری که آقای ایرجی فرمودن مثلا آقای وهاب احمد من فرمودن که مثلا آرت استایله، بعد اون میگه زور میکنه، اینا همه واقعا همینه. بله درسته. و اینکه نمیدونم، ما خودمون حقیقت منتور نداشتیم اون موقع، ولی خب اگه بچه ها من فکر میکنم گوش بدن به حرفای منتور تا یه حدودی خیلی کمکشون میکنه. حالا باز اگه دوستان آره این همونی که محمد میگه دیگه، یعنی تا سرت به سنگ نخوره حرف آره. منتور رو گوش نمیدی.
خب مرسی مرسی. خب آقا من یه چیز دارم، یعنی از تجربیات خودم، یکی از جدی‌ترین عواملی که من تو پروژه‌هایی که فیل شدم و بودم توشون و دیدم هست، تیم فنیه. خب یعنی از من اگه یکی بیاد همینجوری بپرسه که آقا تو ایران چرا پروژه ها در نمیان، من میگم مثلا 90% مشکل تیم فنیه. خب و مشکل آره مشکل تکنیکاله. و اینو میخوام بذارم وسط که دعوا کنیم، چون خیلی من حرف دارم و خیلی تجربه بد دارم راجع به این. نظر شخصی من تو چیزی که دیدم، من آدم تکنیکالی نیستم، ولی یعنی پرتم نیستم از قضیه که مثلا هیچی نفهمم. مشکلی که من عموما دیدم توی تیمای بازی سازی ما، تو تیمای فنیمون، خب یه چیزیه که من بهش میگم نبودن دید مهندسی. خب یعنی اینکه ما یه عالمه پروگرامر داریم که بلدن کد بزنن یا بلدن از ابزار استفاده کنن یا بلد همه پلاگین‌های دنیا رو میشناسن، همه استیکر رو خوردن، همه چی رو میدونن، ولی دید سافت‌ور انجینیرینگ ندارن. و اون دید مهندسیه این شکل، و دید مهندسیه یعنی مشکل کجا خودش نشون میده، اینجایی که شما پروژه‌شون می‌کنی، ساختن فیچرها میزنی یه جواب بعد همه فیچرها فیل میشن، کار نمیکنن، یه باگه، این یه باگه، این یه باگه، اینو میگیری اون یکی خراب میشه، اونو میگیری این خراب میشه، اینو میگیری اون خراب میشه. و این احتمالاً شنیدید دیگه، همه میگن آقا 90% پروژه انجام شده، 10% مونده، 10% ما انجام بدیم تمام، و اون 10% میبینیم مثلا 5 برابر اون 90% طول کشید اگه به سر انجام برسه. و تو اون 10% همه مشغول باگ گرفتن و اینا، باگایی که در واقع بدهیای فنی که دارن میدن. و این باعث میشه که همواره، یعنی چیزی که من دیدم اینه که همواره تیمای فنی که من باشون درگیر بودم همواره همیشه در حال کار کردنن، صبح و شب دارن کرانچ میکنن، همش دارن فیچر میزنن، همش هم دارن باگ میگیرن و همیشه هم ایراد وجود داره و هیچ وقت هم راضی نمیشه هیچکی از نتیجه. تازه این خوبه، این مثال خوبی که دارن میزنن. و مثال بعد اینه که ول میکنن میرن، یعنی یه سری از مثلا پروگرامر هستن که بیا عالمه باگ و هول میدن میبرن، یه جا میرسن دیگه میبینن هیچ کاری نمیتونن بکنن، کویت میکنن، پروژه میذارن میرن بیرون و پروژه میمونه با یه عالمه باگ و صاحب پروژه. چقدر این با حرف من موافقید یا مخالفید؟ چون دوتاتونم تکنیکال هستید ماشاءالله. آره منو میتونم بزنید کاملا، ولی خب اینو من خیلی دیدم متاسفانه. محمد بگو تو اول بعد من میگم. ببین تارا سوات خیلی خوبی کردی تا آید، یعنی جمله کلمه کلیدی اون کلمه مهندسی بود. این که زمانی که میخواییم ببین اول آخرش گیم یک محصول نرم افزاری، خب هر کاری بکنید اول آخرش این یک محصول نرم افزاریه و هر تولید نرم افزار به یک مهندسی احتیاج داره. خب یعنی من میتونم یک چارت طرف رو بذارم، یک بدنه ای هم بذارم، بعد بیام یه چهار تا چیزام به این بس کنم بگم این ماشین. خب ولی خب دیدیم دیگه، بنز داریم، راید هم داریم، چم ژیان هم داریم. خب بعد ولی خب که اینا همه راه میرن، یعنی اینا هم باز مهندسی شد. خب قضیه اینه که لامصب، یعنی اگه میخوام من گیم درست کنم، من باید برم ببینم که این اصول مهندسی کد زدن به هم دیگه چیه، اینتراکشن کلاس ها با هم دیگه چیه، چه پترن هایی وجود داره. ببین من خیلی از بچه ها مثلا میان، من قبلا هم با احمد داداش نژاد اگه شما با صحبت کردیم تا که مثلا 2 ساعته ایش، من گفتم بچه ها نمیرن دیپ شن، یعنی مثلا بچه ها اتفاقی که میفته مثلا یونیتی رو یاد میگیرن و اوکی دیگه گیم ساخته هم یونیتیه دیگه. مثلا من بگم که ساده ترین چیز ممکن مثلا سیف کردن استیت لیر، سیف فایلن پروسه‌ای که بازیکن بازی کرده رو سیفش بخوای بکنی رو فایل، مثلا میگه که خب پلیرز دات فلان مثلا چیزو سیف می‌کنه. خب من چون اینو بنویسی بعد ایده ای نداره و اینجا برای من دیزاستر بود، اصلا کسی که اصلا یه سال یک سال نیمه داره نمیتونه فایل بنویسه روی سیستم. خب از این ترسناکترش، من این چند وقت گذاشته خیلی مصاحبه کردم با بچه هایی که مثلا بودن بگرفتن، نفر بود که مثلا 4 سال فکرم 5 سال مثلا ساقه برنامه‌نویسی داشت،
باش ما میخوایم یه بازی آنلاین درست کنیم مثلا حالا یه تکجا آنلاین رو میخوایم استفاده کنیم و سازی میکنیم تکنولوژی اسم فریمورک کار رو انجام میده رو هم حالا چی بودیم بیاییم مثلا یه چیز خیلی صدات داره من قطع و بس میشه نه برای وهاب جون تو هم همین شکلی آره صدات خیلی لگ داره آره میخوای تصویر تو من کنیم من طرف بزنیم فقط آره کنم نت ضعیفه تصویر رو من بهتره آره 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 اوکی شد خب وی پی ان ها بدون وی پی ان هم نمیاد چیز دیسکورد بعد هم اینو گفتم که آره قضیه اگه الان سام اوکیه ادامه بدم آره خب به قضیه این کار مهندسیه و اینکه بچه ها باید برن دانش عمیق پیدا کن بچه ها دانش عمیق پیدا نمی کنن و سریع میان توی سطح حرکت میکنن پروژه به پروژه حرکت میکنن و هی دوباره یه سری کارهای تکراری رو انجام میدن و این تعداد کار زیاد انجام دادن برای هیچ کسی تجربه نمی کنن من برام اسمش نخواستم که بعد از 5 سال کار کردن زمانش گفتم فلان فیچر مثلا یک وب سرور آنلاین چجوری میخوای خودت بنویسی مثلا این آپاچی و انجینکس یه بازی آنلاین بنویسی هیچ ایده‌ای نداشت که بدون یک فریم ورک چجوری میشه این کار رو انجام دادن هیچ گفتم چجوری خب این فریم ورک خودش چجوری نوشته شد این 4 سال یا 5 سال رو داشت کار میکرد این برای من از زمان دیزاستر این که ما نمیریم دانش عمیق پیدا کنیم این که ما نمیریم بفهمیم که مثلا فاندامنتال برنامه‌نویسی چیه این خیلی ساده است. من سرچ کنم traits of a good programmer. خب همین رو سرچ کنی یا مثلا یه برنامه نویس خوب گیم چه مهارتهایی باید داشته باشه. سرچ کنید یه سری چیزای ثابت تکرار شدنی میاد. مثلا اینکه جبر خطی مثلا باید بلد باشی. مثلا چون ریاضی مثلا اگر گیم پلی پروگرامر هستید حتما مثلا باید ضرب مثلا ریاضی مثلا وکتور ماتریس مثلا باید بلد باشید. خب من کسی باز میشناسم برای 6 سال کار کرده و اینا رو بلد نیست و اینا ترسناکه و اینا مثلا من 10 دقیقه اول مصاحبه برای من نه خب مثلا مصاحبه کاریمون یه ربعه تموم میشه خب بعد ایناست که بچه دانش عمیق نمیتونن پیدا کنن حالا دانش عمیق پیدا کنی تازه میشی یک برنامه نویس صرف و یک تایپ رایتر تازه چند سال که کار کنی و اینا رو تجربه کسب کنی بعد قدرت دیولوب کردن این توصیه داشتن یعنی پروگرام کسی که فقط می‌نویسه یا فقط که می‌تونه یک لایبرری بنویسه خب اون تازه شد دیولوپر تازه دیولوپر بشید کلی تجربه احتیاج تا به اون استیت برسه مثلا 4-5 سال فاصله است و احتیاج به وقت گذاشتن داره یعنی که کار نکنی و روی خودت سرمایه گذاری کنی اوکی من مالتی تریدینگ بلد نیستم من چقدر وقت میذارم که پروژه‌ای که قرار نیست اصلا بفروشه فقط پروژه یادگیریه خب یه پروژه برای خودم تعریف کنم فقط توش برم مالتی تریدینگ رو پیاده سازی کنم خب این 2-3 ماه زمان میبره خب که مثلا فقط بریم مالتی تریدینگ بخونین یاد بگیری آرندی کنید سمپل کد ببینین چند نفر پیدا میشه اینجوری خودشون سرمایه‌گذاری کنن چیزی که من میبینم اینجا یک مشکل ضعف سیستم آموزشی هست ولی ضعیف تر از اون از هم مشکل فرهنگی این که ما فرهنگ مهندسیمون شایدن ضعیف دلیلاش هم حالا دوباره دلیلاش نمیگردم ولی این قضیه وجود داره حالا در برای دلیلاش میشه صحبت ولی این از من بپذیرید که مهندس هم میدونی که زیاد ایران رکورد مثل چیز رکورد داره آره مهندس هستم تست چیزیه کانسپت من بخوام نظرم بگم و تجربه‌ای که داشتم تو چند پروژه از جور از اینکه من خودم برنامه نویس عمیقی نیستم من میشه تکنیکال دیزاینرم میشه پروتوتایپ میزنم سمپل میزنم میاد میاد با دیزاین خیلی نارو پیش میرم هیچ موقع کد کاملی گیمو نزدم تا الان حقیقتش بخوام بگم ولی با برنامه نویس کار کردم که چند تا مشکل به نظرم تو برنامه نویسی من دیدم که هم تو تمام اون پروژه مشکل بوده ما به مشکل خوردیم و گیم فیل شده یک اولویت بندی انجام سیستم است برنامه نویس باید به نظر من بیاد سخت ترین و چالشی ترین کار پروژه رو همون اول باید بیاد به نظرم استارت بزنه ما پروژه داشتیم که به نظرم بخش چالشی پروژه رو هی عقب مینداختن مثلا میرفتن مثلا سیو ولود میزنیم میریم فلان میکنیم میگفتن بابا بریم مثلا اون بخشی که الان چالشی و نمیدونیم الان باید چیکار کنیم میذاره برای اون بسته است اونو بریم بزنیم ببینیم مثلا میتونیم اونو پیاده کنیم بعد بریم گیم رو بسازیم
نه حالا اونو پیاده میکنیم، میرفتیم اینپوت رو میزدیم، سیولود رو میزدیم، فلان رو میزدیم، یوهای میزدیم، آخر پروژه میفهمیدیم اونو نمیتونیم بزنیم و پروژه فیل میشد. بابا چندی بار میگفتیم با مدیر پروژه صحبت میکنیم، آقا این داره اشتباه میره، اگه میشه شما مثلا، من که مثلا الان نقش دیزاینر دارم، حالا نقش مثلا اسوشیت دارم اینا، شما بیا مثلا اینو هندل کن، بهش بگو آقا اولویت اینجوریه، باید این کارو بکنی، بعدا بنویسه تا اونجا که میتونست کار راحتو اول انجام بده که پروژه فقط یه جوری از 10% پیش بره. به قول تا 90% پروژه بخش راحتش پیش میره، 10% آخر که دیگه قول آخره، اون 10% اندازه اون 90% زمان میگیره. چرا؟ چون تو شاخش رو نشکن اون اولش، باید شاخه قوله رو به نظرم اون اول پروژه شکسته بشه به نظر من. یعنی تو پروتوتایپ که میزنیم به نظرم باید اون کور گیم رو اول بزنیم، نه بریم سراغ بحث راحت. خدا اگه یو آی میتونه بزنه آخر میزنیش دیگه، چرا الان وقتی تو روی یو یا سیو لود میذاری؟ من این اولویت بندی رو تو دو سه تا پروژه دیدم، دو سه تا پروژه به مشکل خورد. حتی یکی دو مورد بازنویسی کردیم پروژه رو، برنامه‌نویس دیگه اومد از صفر صد قبلی رو قبول نکرده یا نتونسته دیپ باگای قبلی رو برطرف کنه. و یکی این بود. یه پروژه هم که ویکتور پروژه هم که این مشکل داشتیم، استفاده از یه ذره ریسورس های خارج از پروژه، یعنی پکیج های گوناگونی که الان توی مارکت وجود داره، اینا میان کنار هم دیگه توی پروژه اضافه میشن بدون اینکه برنامه‌نویس بره حتی مطالعه کنه که کدش چیه. بعد از چند ماه از پروژه که میگذره دیگه نمیتونه جمعش کنه، انقدر پکیج تو پکیج شده، انقدر تکنیکالی سنگین شده پروژه که نمیتونه دیگه جمعش بکنه. و آخرش یا باید اینو از صفر بزنیم یا باید فلان پکیج رو حذف بکنیم که باعث میشه که کل پروژه دیپندنسیش به اون پکیج باشه و نشه کاریش بکنی. خب این دوتا مشکل به نظرم خیلی عمیقه توی بخش فنی ما که من زیاد دیدم، زیاد واقعا اینو خیلی دیدم تو پروژه ها. در نهایت یا یه نمونه هم همین اخیراً من با یه بنده خودی پروژه کار میکردیم، پروژه رو 95% پروژه ریلیز سافت لانچه، میگه من دیگه کار نمیکنم. میگم چرا با پروژه رو داری دو تا باگ باید بگیری؟ میگه کار نمیکنم، پولم راضی نمیشه. میدونی چی میگم؟ بعد برمیگرده دوباره به همون مهندسی نرم افزاره. خب من میگم گیم اول از همه مهندسی نرم افزاره. خب این توی متدولوژی توسعه نرم افزار اینا برایش کتاب وجود داره که آقا تو یعنی که تو میخوای استیت های گیم، مثلا میخوای محصول نرم افزار تولید کنی، فاز اولت مثلا فاز پروتوتایپ. خب اصلا مهم نیستش که تو دوبار این بازی، ده بار این بازی رو درست کردی، این محصول رو درست کردی، فاز اولت فاز پروتوتایپه که تو بیای ریسک های فنی تو صفر کنی. خب آره اون چیزی که بلد هستی رو که خوب همش بلدی، پس باید اینا رو اول صفر کنی. خب یه عالم هم کتاب براش هست، یه عالم هم متدولوژی وجود براش وجود داره. و یه چیز دیگه که بچه بعدی اینه که اینه که مثلا همه الان اسکرام انتخاب میکنن و مثلا من کار میکنم، ولی این اسکرامه از یک سری متدولوژی های جدیتر مثلا مثل RUP در اومده. خب یعنی تو اول باید بری RUP رو بدونی، خب فازهای جدی و های بروکراسیش رو بدونی تا بعد بیایی مثلا اسکرامه یه ورژن سبوکه کاستومایز شده یا مثلا لو بروکراسی ها رو مثلا انتخاب کنی. خب بعد باز دوباره توی اون کامپلکسیتی منیجمنت تو کل مبحث سر این قضیه داریم که آقا چیکار کنی که پروژت منعطف باشه و مثلا شما چجوری پروژه رو بشکنی به قسمت‌های مختلف، مثلا می‌خوای اگه پکیج استفاده کنی چه رول ستی رو مثلا پیش بری، دوباره برمی‌گردی به مهندسی نرم افزار. فکر می‌کنم که جدی‌ترینش این مطالعه درباره مهندسی نرم افزار، یعنی هر آدم فنی، یعنی کل صحبتی رو من بخوام درباره هر چقدر فنی بگیم اینه که مهندسی نرم افزار رو کتاباش حتما همه باید بخونن. کتاب گیم دیزاین نیستش، کتاب یادگیری برنامه‌نویسی تو با اینا ما توتوریال دیدن از یوتیوب در نمیاد. خب این کتاب داره، توتوریال هم نداره، خب منتور هم نداره، اینا براش کتاب نوشته شده، هیچ چیز دیگه هم نداره. این آدم باید بخونه و اینا رو پروژه دیفاین کنه که اصلا این پرکتیس رو تمرین کنه. خب این چیزی که این کتاب نوشته شده، اون اینوست کردن شخصی است، اینوست کردن تیمی است که آقا ما یه پروژه می‌خوایم کار کنیم و مثلا با مدل آبشاری پیش بریم، دو نفریم، سه نفریم، خب بریم اصلا ببینیم که آقا این مدل مشکل اصلا مدل آبشاری چجوریه. در صورتی که سری جاها همین الان آبشاری کار کردن از اسکرام و از ایتراتیو کار کردن بهتر، در زمانی که تو کل استیت پروژه تو بزنی بهتر.
خیلی چشم بسته به نظرم بچه ها، این بچه که من دیدم تا حالا مشکل داشتن این بوده که خیلی یوتیوبی و توتوریالی پیش رفتن. این یک از ضعف های بچه مهندسی نرم افزاره. محمد اینو بگم، خب این نکته که تو گفتی راجب این که وقت بذاری تو خودت سرمایه گذاری کنی، وقت بذاری که خودتو بهتر بکنی، آرندی کنی و تجربه کسب کنی، این یه نکته خیلی کلیدیه که خب من تو خیلی از مثلا بچه هایی که بازی میسازن دیدم که اصلا اینجوری نگاه نمیکنن. یعنی اینجوری نگاه میکنن که خب با پروژه من میخوام برم چیزی یاد بگیرم. یعنی من مثلا بلد نیستم، مثلا فرض کن که یه چیزی بنویسم، سرور رو بنویسم، برم یه گیم آنلاینی رو بردارم که مثلا با اون برم کم کم یاد بگیرم. این کاره به نظرم یعنی عامل بدبختی بسیاری از تیمای بازی‌سازیه که تیم فنی، حالا ما رو فنی داریم حرف می‌زنیم به خاطر اینکه سر تا ته پروژه رو بچهای فنیه، ولی این شامل بقیه یعنی دیزاینر و آرتیست میشه، ولی واقعیتش اینه که تیم فنیه که داره خروجی میده، یعنی تهش اون خروجی که قابل بازی باشه تیم فنی داره. و اینکه من شخصا بعد از این همه مدتی که کار کردم و فیل شدم و دیدم تیم فیلیر، یه چیزی فهمیدم، اینکه وقتی که شما میخوای مثلا یه کاری رو بکنی، حالا باز چون بحث مثلا تکنیکاله، مثلا تکنیکال میذارم، وقتی میخوای یه کاری بکنی و اگه تو مثلا فرض کن که سایزت این سایز رو داری، اون کاری که میخوایی بکنی برای یه پروداکتی که میخواد برای دست یوزر باید اینقدی باشه. یعنی تو باید اینقدر بیشتر از اون بدونی و اینجوری مسلط باشی بهش. و ما معمولا این شکلیه، برعکسه. یعنی ما معمولا سایزمونه، پروژه که میخوایم انجام بدیم اینه. و اینو حالا دو حالت داره، یا میدونیم یا نمیدونیم. یعنی یه سری وقت هست که نمیدونیم. یعنی این دوباره هشتگ توهمه که مثلا بچه‌ها میگیم که آقا بریم یه گیم مثلا فرض کن بتل رویال تریدی شوتر فلان بسازیم، بعد مثلا بچه‌ها یه ذره فکر می‌کنه، میگه اون کی میگه آره من یه پلاگین مثلا شوتر دارم، اون کی میگه آره منم دو تا فلان بلدم، میگه خب بریم بسازیم کاری نداره، اونم میگه آقا میریم مثلا ناکاما هم که مثلا فریه میریم استفاده می‌کنیم مثلا سرورش خلاصه. این میشه این بحث نادونیشه، این توهم اینو داریم که ما سایزمون مثلا این قدیه ما. ولی یه بخشی هم هست که آگاهانه است، میگیم که خب بچه‌ها این پروژه رو بریم که مثلا انجام بدیم که مثلا توش یادم بگیریم فلان کارو، که این هر دوش اشتباهه. حالا اونی که از نادونی میاد که خیلی اشتباه‌تره، ولی اونی که آگاهانه است بازم اشتباهه. یعنی همواره اگه شما اون پروژه گنده ها رو شما انقدید اون پروژه گنده ها رو بذارید برای همون پرسونال اینوستمنت، یعنی بذارید به عنوان پروژه‌هایی که می‌خواید باهاش خودتون رو تقویت کنید، مهارتتون رو، مثل ورزشکارا دیگه، مثلا فوتبالیستا که میرن مثلا جیم باشگاه بدنسازی دارن، مثلا یعنی ورزشکارا معمولا یه عالمه تمرینای دیگه ای میکنن که شاید اصلا لزوما به رشته ورزششون ربط نداشته باشه، ولی میرن یه سری تمرین انجام میدن. اون پروژه ها به عنوان ورزشه، یعنی باید اونا رو انجام بدید، ورزش کنید که خودتون ورزیده کنید، که وقتی که رفتید تو پروژه، اون پروژه باید انقدی باشه در برابر سایز شما که بتونید اون پروژه رو درست انجام بدید. دقیقاً پروژه تمرینی گفتم، یعنی که توقع انتفاع مالی ازش نداشت. دقیقاً. به عنوان بیزینس بهش نگاه نکنم. ارزش بود. ولی یه چیزی که فرضاً مولکارا یه چیزی میگفت، گفتش که برای اینکه یه پروژه رو لانچ کنی، مثلا باید دو برابر اون اندازه که اگه میخوای موفق باشه، دو برابر اون باید دانش داشته باشی. اگر میخوای درس بدی باید 5 برابر بلد باشی، یعنی اگه میخوای به نفر درس بدی یه چیزی رو، یه مفصل رو 5 برابر مثلا 3 برابر باشی، 3 برابر اون بلد باشی. بعد پیش هر کسی هم یاد نگیری، بیشتر میسکایت میکنه چیز میکنه. و خب چی میخواستی؟ من میخواستم بگم که همینچون بحث فنی بودش، همین بحث حال توهمات فنینه، یه ذره هم خدا بگم چیکار کنه، این یونیتی و آنریل 4 تا سمپل میزنن، دیولپر رو میبینن سریع ای یونیتی فلان سمپل داره پس ما هم میتونیم. بابا اون سمپلی که یونیتی داره میاد توی جی دی سی نشون میده، به خدا 6 ماه روش کار شده، بود خفن‌ترین کارت گرافیک و خفن‌ترین آدم ها اونو ساختن، کلی روش هزینه کردن. اون واقعا اون کیس استادی انجین نیست، واقعا میدونی چی میگم، خیلی اونو میبینن میگن ای یونیتی انقدر خفنه. من خیلی واقعا دیدم سری پروژه که میگم از من میپرسن میگن یونیتی خوبه یا آنریل، مثلا میگم مثلا آنریل بهتره یا مثلا یونیتی بهتره. چرا این بهتره؟ اون که دیدی سمپلشو خیلی خفنه. بابا این اینجوری نیست، اون سمپله برای چشم نوازی ساخته شده که مردم تو رو ببینیم و بگیم چقدر واقعا خفنه. همون دموی که آنریل یونیتی بود مال سال 2014 بود فکر کنم که مال یونیتی بود، اونو هنوز نمیتونیم. انگری باتو میگی؟ آره آفرین، آره دقیقاً.
اونو هر روز میتونیم با انن با یونیتی الان در بیاریم. حالا اون 26 سال پیش آره، چون مثلا الان یه دونه حالا خودت هم دید میدونی یه دونه دمو مثلا آنریل 5 داده. حالا آنریل 5 2023 آخرش از بهتاش قرار بیاد. اصلا میاد مردم میگه بریم آنریل 5 کار کنیم. بابا اون دمو که اون زده 10 سال دیگه هم رو کنسول نمیادش. یه توهم این تیپی هست بین برنامه‌نویسا که در نهایت اینه این میاد میرسه به این که تولز اشتباه انتخاب میکنن واسه دیولوپ کردن ابزارشون. آقا تکنولوژی اشتباه واسه ابزار گیم دیولوپ، واسه کد زدن، واسه آرت زدن، واسه نمیدونم انیمیت کردن، واسه بکند سرور، همینا اشتباهه. فقط انجین نیستش که هر بخشی رو باید امروز مطالعه بشه ببینی که از آن کدوم به درد من میخوره. آقا من که دارم گیم ترن بیس میزنم چرا دنبال مثلا سرور ریل تایم دارم میرم؟ مثلا وقتی حتی ترن بیس منم لیتنسی نمیخواد، اصلا من میتونم با رست بزنم این جور کارا رو، مثال دارم میزنم. یا مثلا یه مشکلی که نتیجه همین ابزار اشتباه میاد سمت تیم دیولوپ، اشتباه انتخاب کردن ابزار باعث میشه که اون دیولوپر نتونه خوب داکیومنت بکنه کارش رو. این داکیومنت نکردن دهن ما رو سرویس کرده. ببخشید لفظ و کاری منم برنامه نویس اومده یه کاری کرده، مثلا گفته اگه این مثلا متغیر A 2 بود یعنی فلان، اگه 3 بود یعنی فلان. رفته هیچ کی نمیفهم این 2 و 3 یعنی چی. یه کد یه داکیومنت نداره که آقا مثلا اگه 2 بود مثلا ردیف ادا اینجوری میاد، مثلا 3 بود ردیف ادا عمودی میاد. آقا ما نمیدونیم اینو، فکر کن اون ردیفه مثلا الان شده 10 تا، مثلا 2 3 5 7، اصلا نمیدونیم یعنی چی اینا. بعد اون موقع از یه آدمی میاد اشتباه 2 و 3 میزنه و گیم نمیاد بالا، سرور داره دان میشه. این مشکلات این تیپی یعنی واقعا پوست ما رو کنده دقیقاً. آره، بخاطر اون معلومه، فکر کنم از هر لحن صحبت کردن هر سه نفر ما معلومه که چقدر درد کشیدیم سر این چیزایی که داریم تعریف میکنیم. واقعا آره، ما فکر کنیم به همچین کدای ما واقعا پروژه خیلی برام پیش اومده که پروژه نصف نیمه بهم سفارش دادن من برم تمومش بکنم. دو سه تا مورد این تیپی داشتم و یکی دو بارش که خودم این کارو کردم که واقعا مجبور شدم از اول بنویسم و اصلا کار دیگه بکنم. یکی دو مورد هم که کلا مجبور شدم بریم کامل کدو بخونم، از اون طرف سه بار کمک بگیریم، خود طرف یادش نیست چی زده، بگو چرا اینو اینجوری کرده، نمیدونه، میگه نمیدونم زدم الان یادم نیست چیه. فکر کن چون یه داکیومنت توش نمیزنه، یه کامنتی نمیزنه اونجا. یعنی یه نفر توی تیم نیستش که تمام اینا رو بدونه. خب یعنی یکی از دیگه از مشکلات که داره خودشون نشون میده، یعنی که دیده یکی از من راحت ترین تیمایی که کار کردم این بوده که شاید به خاطر که دیولپرم شاید نمیدونم، به تیم بوده که مدیر اونجا فنی میفهمیده. خب بعد نه من میتونستم از زیر کار در برم، نه اینکه چیز بشه. به نظر من یک مدیر، یعنی مدیر تیم چیز یا یک مدیر فنی میخواد یه تیمی خب که پروداکشن حتما توش دخیل باشه، بتونه پروداکشن منیج کنه، یک مدیر اون تیمه حتما فنی بدونه. خب نه که حتما بتونه کد بزنه ولی سر در بیاره. خب آقا تو کدت داکیومنتیشن میخواد، آقا تو کدت ساختار درست میخواد، تو کدت مثلا این تستینگ میخواد، مثلا تو کدت مثلا باید اینجوری ماژولار باشه مثلا. اینا رو اگر ندونه پروژه، اون لید پروژه هم اینجا بدون تاثیر نیست. آره، لیدر خوب باشه، یعنی لیدرها، یعنی لیدای تیم ها خوب باشن، در واقع کسایی هم که دارن کار میکنن مجبورن آپگرید کنن خودشونو و این خیلی نکته مهمی، یعنی مجبورن آپگرید باشن زیر دست اون لیدرها. من الان یاد یه چیزی افتادم که علی صالحی داشت توی اون پادکستی که با امیرحسین فصیح حرف میزد، یه نکته باحالی تو صحبتش داشت تعریف میکرد از نحوه کارشون اونجا توی کرایتگ. یه چیزی که داشت میگفت خیلی باحال بود، داشت میگفتش که مثلا در واقع در مورد تفاوتهای کار کردن داشت میگفت یکی از چیزایی که اونجا جالبه اینه که وقتی که مثلا توی جلسه هست و آدم ها مثلا دنبال یه سلوشنی میگردن، یه نفری اگه مثلا 70% مطمئن باشه که سلوشنش درسته بازم نمیگه، یعنی تا در واقع تا 100% مطمئن نباشن که راه حلی که میخوان ارائه بدن درسته، راه حل رو نمیگن. و این دقیقاً برعکسه این چیزیه که ما تو ایران تیم ما میبینیم، کاملا برعکسه. یعنی اینجوریه که اولین راه حلی که به ذهن بچه‌ها میرسه معمولا همونه، یعنی مثلا میره از یه سرچ میکنه یا مثلا زنگ میزنه رفیقش میپرسه میگه برو فلان پلاگین، آقا فلان پلاگین تمومه حل، همینو من رفتم آرندی کردم. و این خیلی، یعنی خیلی جالب بود برام که مثلا اون طرز فکر که میگه تا 100%، یعنی لب باز نمی کنه اگه 100% مطمئن نباشه. و خب این
دقیقاً یعنی نتیجه گیری فکر کنم همه حرفای ماست که هم خب اونجا به خاطر اینکه یه لیدر درست درمونی بالا سرشه و نمیتونه همینجوری پیشنهاد الکی بیاره، همین که خب مجبور مهندسی نیا کنه، مجبور آرندی کنه، مجبور تجربه داشته باشه قبلش، کاری که نکرده رو نمیتونه بیاره بذاره وسط. تو وقتی یه کاری رو نکردی 0 تا 100شو قطعا مطمئن نیستی از درست بودنش، فقط وقتی میتونی بگی این کار میکنه که قبلا انجامش داده باشه. و خب خیلی کمک میکنه. من یه نکته که باید بگم پنج ده دقیقه دیگه بیشتر نیست متاسفانه، چون روی یه ساب کرده بودم شرایط هم سار عجیب اینجا هم به بچه ها گفتم. کسی میخوایی بچه ها اگه کسی نکته ای داره بگه تا وقتی که هستی؟ آره اگه کسی سوالی داره بگه. من دو تا مورد بود که تا قبل از اینکه شروع کنیم هم گفتم، بعدش میخوایی این رو بگم، بعدش هستم که اگه کسی سوالی داره بگه. بگو بعد تا سواله بچه ها. من یه چیزی که به نظر میرسید خیلی مهمه اینه که اوکی قسمت حالا این فنی مهندسی و قسمت تکنیکال قضیه رو موافقم که مشکل داره، ولی ما چجوری میتونیم این قضیه رو کلن اصلا یک از جام بخوام اگر یه سولوشن رو که سریع بخواد قضیه رو مثلا توی تیم ما حل کنه، اینه که اسکوپ خیلی مهمه به نظر. خب چی این اسکوپه؟ یعنی که من توانایی درست کردن چه میدونم مثلا کندی کراش دارم، خب یا مثلا چون میتونم کلش آف کلنز مثال سختی ها کندی کراش آسون نیست، نه اگه به عنوان آسون داریم آره دقیقا مثلا کلش آف کلنز میتونم درست کنم خب، ولی میام مثلا بازی چیز درست میکنم، میام بازی یه بازی ساده بگید 248 آره مثلا 248 درست میکنم واقعا ها. خب من میتونم چیز درست کنم کلش آف کلنز درست کنم، ولی میام همچین چیزی درست کنم. خب شاید بتونم یه چیز بزرگتر رو پیچیده‌تری درست کنم، ولی قضیه اینه که من این 248 درست کنم قطعا پرفکت میتونم درست کنم، خب بدون هیچ باگی، بدون هیچ مشکلی و سر زمان بندی صحیح. خب حالا این که این اسکیلش چقدر به من و تیمم میخوره، خب این با تجربه دوباره به دست میاد. یعنی من دیدی تیر اندازی میکنن چیز میگن گرا میگیرن که بدن کجا بزنن، این اسکیل قلق گیری میکنن. این قلق گیریه رو هر کسی لازم داره. مثلا برنامه نویسا اگر میگیم که مشکل دارن که سر استیمیشن زمانی، خب من خودم الان مشکل دارم، ما یعنی که شرایط خاصی داره که من میتونم صحیح زمان بدم. خب ولی اگر زمان بخوام خودم زمان بدم و خودم مدیریت پروژه مثلا توش دخیل باشم، من خودم همیشه برای اینکه قلق گیری که زمان میگره مثلا یه تایمری بغل دستم همیشه که بدم میکنی که میزن چقدر طول میکشه. خب بعضی تایمی دستم میاد توی هر پروژه من اتفاق. خب و اینکه این اسکیله به نظر مهمه. دوم دید منطقی داشتن است، اینکه آقا من چه لغمه رو اندازه دهنمون بردیم، من اندازه تیمون برداریم، و اینکه نگیم که بریم فلان بازی رو بسازیم و بریم آدماش رو پیدا کنیم، نه این آدمایی که داریم میتونه برایندشون چه بازی بشه. خب این دو تا مثلا بهش اشاره کنم، حالا خیلی میشه درباره صحبت کرد، هم اینا به نظر میسه پرکتیس داره، به نظر من مثل چیز داره، گفتم خیلی زمان شد ببره، من نخواهم خیلی صحبت کنم، ولی این دو مورد به نظر من اسکیلی به نظر من یک از بزرگتر مشکلاتی بود که ما خودمون باش دخیل بودیم. پروژه رو شروع کردیم، فکر کردیم دو ماه سه ماه تموم میشه، رفتیم جلو دیدیم مثلا 5 ماه طول کشیده، بعد استیمیت کردیم که این پروژه یک سال طول میکشه. خب یعنی بعد از 5 ماه فهمیدیم پروژه یه سال طول کشه، و شاید اگر یه سال هم میرفتیم تازه دو سه ماه هم دوباره بعدش مثلا به باگ و مثلا طرف باگ و مثلا پولیش رو نهایی میخوام. خب این حال رو حالا چجور میشه فیکسش کرد؟ این توی مرحله پروتوتایپ فیکس میشه. خب که شما اسکیل پروتوتایپتون هر چقدر باشه، اندازه پروژه نهایی تام یه ذریبی از این پروتوتایپ هست، همون چیزی که بهاب گفت پیچیده ترین قسمت دیگه ما پیاده سازی باید آدم بکنه و کل پروژه رو اول کل تسک رو اول پروژه بریکدان تسک داشته باشه، بعد بگه که این تسک اینقدر طول کشید ریلیتیو نسبت متناسب نسبت به این تسک بقیه تسک ها زمانش در. خب ما قبلا این کار رو یه بار چیز پروژه مثلا 6 ماه رو با تقریب 2 هفته مثلا ما به ریلیز رسوندیم ول پالیش. خب ولی لازمش ولی خود این برنامه ریزی 6 ماهه 2 ماه خودش چیز داشت، 2 ماه خودش کار داشت که ما داشتیم کار میکردیم،
قلق گیری میکنیم ببینیم چقدر چیزا طول میکشه تا حالا قضیهش طولانی، ولی میشه این کار کرد. و مثلا چم میگن ترم گستاف سوشیما مثلا چم چهارم ژانویه سه سال آینده منتشر میشه، این کاره مثلا میبینید که مثلا یک ماه تاخیر میخوره و یه مثلا چند کمتر از مثلا 10% تخمین اشتباه بود، ولی این کارا رو میکنن. اینم باز به نظر مهندسیه و اگر که سراغش بریم انجام شدنیه. حالا چون جزء چیزایی که انتقاد ازش کردیم گفتم من سولوشنایی هم که در نظر بگیرم. حالا من صحبت خودم اینجا کوتاه میکنم، اگر بچه‌ها سوالی دارن در خدمتتون هستم، اگر نکته ای هستش بگید. حالا فکر کنم میتونم مثلا خودم سوال کنم چون دیدم که اون میاد. ببخشید من میاد. آره درود بر اساتید. ببخشید من یه سوال داشتم. این بحث خیلی بزرگ شد و چند قسمت داشت که توی هر قسمتش من چند تا سوال داشتم. از همون اول سوال میپرسم که یه سوالی که من دارم بخصوص از آقای ایرجی، این که شما در مورد یعنی بحث با مهندسی نرم افزار و کلا چی میگن طرز تفکر مهندسی شروع شد، ولی یه اشاره‌ای شد به اینکه که بچه های ما عمق عمق دانششون کمه. من خواستم بدونم که الان مشکل اصلی اینه که ما مهندسی نرم افزار نمی کنیم بازی رو قبل شروع، یا اینکه نه بچه ها مثلا نمیدونن دقیق فلان سیستم چجوری کار میکنه، و اینکه آیا ما نیاز مثلا بیایم قبل پروژه ما گانچارت بکشیم، کلاس دایگرام بکشیم، همه اینا رو از قبل بدونیم، یا اینکه نه مثلا ما بدونیم مثلا فلان سیستم چجوری ریز کار میکنه، یا اصلا جفتش. تعریفم از مهندسی بگم چیه؟ ببین اون چیزی که داری میگی خیلی چیزا برمیگرده به کوردینیشن پروژه و اصلا برمیگرده به مباحث متدولوژی توسعه نرم افزار. خب صحبتی که من دارم در مهندسی نرم افزار اینه که من چجوری پروژه رو درست بکنم که مثلا با توجه به نیاز اکستندیبل بشه. خب این آرکیتکچر به همراه داره مثلا مدل سلایی استفاده کنم، مثلا دیتا و لاجیک و مثلا ویو را هم دیگه جدا کنه، مثلا کجا مثلا من چه دیزاین پترنی رو استفاده کنم که مثلا بعدا بتونم فیچر بدونه که هیچ فیچر دیگه رو دست بزنم، مثلا فیچر جدید به بازی اضافه کنم. کاری که مثلا توی بازی مچ‌تری مثلا دیگه لول جدید تر میری فیچر جدید اضافه میشه و هیچ کدوم از قبلی رو بریک نمی کنه. من چه متدولوژی رو چه پترنی رو برام پیاده کنم؟ برای اینا یه عالمه کتاب وجود داره که ما باید بخونیم و اینا رو برای خودمون آنالیز کنیم. و اینکه مهندسی یعنی اینکه یه پترنای وجود داره، یعنی یه نفر یه مهندسه مثلا چم شهرسازی میخواد لوله کشی کنه، میره یه سری الگو، یه سری قانون و رول و یه سری فرمول رو که از قبل آماده شده است رو میخونه، اینا رو رعایت میکنه، بهش میگن مهندس. حالا ما هم برای یه مهندس نرم افزار اون همینجوری هستیم که آقا من میخوام یه بازی درست کنم بدون اینکه هیچ فیچری از قبل تکون بخوره، توی مثلا بازی مچ‌تری مثلا مثال میزنم، چیکار باید بکنم که بدون اینکه بقیه فیچرها بریک بشن یه فیچر جدید اضافه کنم هر هفته یه بار؟ خب چجوری میتونم من اینقدر عجال باشم؟ چجوری میتونم بدون اینکه چیزی رو بریک کنم فیچر اضافه کنم؟ جواب اینا همش مهندس نرم افزار میگم. اگر خب منظور ببین الان من سوال قسمت اول سوالم جواب داشت که منظور از مهندسی، یعنی منم دقیقا همین فکر رو میکنم، فقط سوال من اینه الان ما یعنی کار سخت به نظر من اینه که ما بدونیم از قبل چی میخوایم، الان مخصوصا توی حالا بازی فیر تو پلی یا اصلا هر بازی دیزاین مرتبا تغییر میکنه و این باعث میشه که خب کدم مثلا به تبع اون تغییر بکنه. ما اگه بخوایم بیام از اول خیلی تمیز کد بزنیم خب شدنش که هست شدنیه، ولی خب بحث مدیریت پروژه هم هست که آقا ما چقدر زمان داریم چقدر ریسورس داریم، این دوتا معمولا همیشه در تناقض با همن و یا این زمان میگیره پروژه عقب میفته یا مثلا هلهلی زده میشه ویسته بعدی عذاب در میاد. یعنی این فقط با تجربه میشه این کارو کرد. یعنی مثلا من خودم بینید جاهایی که دیدم کسایی که دیدم تونستن این کارو خوب انجام بدن اینه که یک بار قبلا دقیقاً مثلا همچین پروژه یا زدن، یعنی من مخصوصا تو کارهای جدید این خطاها خیلی بیشتر میشه، مگر اینکه دقیقاً همون بازی تو همون سقف با همون بیزنس پلن با همون دیزاین یعنی دقیقاً تعریف کلون کامل، تو اونجور مواقع این مهندسی‌ها سایه‌تر اون باگا پیش نمیاد و اون داستانه دیگه هم نداریم.
ولی خب تو شرایط چی میگن فرآیند مثلا تولید سیستم خلاقانه و جدید این چه جوری باید انجام بشه؟ این دیگه مهندسی خیلی سخته توش. آره ببین قضیه اینه واقعا سخت. خب و اینکه با تجربه آره به دست. خب ولی این چیزی که هستش اینه که باز با مطالعه اون مهندسیه متدایی که مثلا برای فست پروتوتایپینگ برای اینکه داره بهت مثلا شما حتی مارکتینگ که بدونی که آقا چجوری استیمیت کنی که چون پروژه چقدر ریسک فاکتور داره. خب کسی من باید اینقدر روی این وقت بذارم نظرم یا این کوده رو اصلا باید استفاده کنم یا دور بریزم. خب یه سری مباحث دیگه هم قاطیش میشه. ولی باز تو مهندسی نرم افزار ببین اگر یه نفر مثلا جام آرکیتکت خوبی باشه و مثلا برنامه‌نویس خوبی باشه پترنایی که باعث میشه که بتونه کد منعطف بنویسه چون پروسه چیز دیگه پروسه خلاقانه است به قول خود تغییر خیلی زیاد هی ما یه چیزی رو تغییر میدیم و چجوری من کد بزنم که این کمتر این چیز رو داشته باشه آسیب رو به بقیه چیزایی که فیکسن داشته باشه خب اینجوری نباشه که من بگم که تو بازی میخوام یه دابل جامپ اضافه کنم مثلا دیزاینر بگه نه این که اصلا نمیشه خب این یه فیچری که من فقط میخوام تستش کنم شاید مثلا بعدش بندازمش تو خب این چجوری ماژولار کد زدنه و این چجوری مثلا بریک داون کردن سیستمه هم براش دیار هم متدولوژی وجود داره حالا مثلا برای بک اند و اینا باشه خب مثلا حتی خیلی بیشتر مثلا دامین دریون دیزاین و اینا مثلا خیلی مثلا مباحثی که خیلی آرکیتکتورال هست مثلا حالا نمیخوام خیلی دیتیل فنی بشم شاید بشه یه بار اصلا در برای این صحبت کرد که چجوری برنامه نویسی کنیم که منعطف باشه و ذات گیمایی که خلاق هستن و به شاهی تغییر میکنن رو جوشون کد بزن خب ولی مثلا آره یه ترکیبی از مهندسی و تجربه استفاده کردن از تا اینا رو نری بخونی خب حالت اینه خب یعنی هی به مشکل میخوری یه قسمتی اصلا باز شکست بخوره تا اینکه یه کتابی رو که میخونه متوجه میشه آها این جواب اون مشکلی است که من داشتم ها تازه اونجا میفهمی که این جواب از این به بعد اینه حالا این چیزی بود که من به نظرم میرسه درسته خیلی ممنون ولی به نظرم اون بحثی که گفتید یه باید یه صحبتی بشه فرد به این قضیه رو به نظرم خیلی لازمه همجایی که همه میگن مشکل اصلی ما فنیه منظرم این خیلی لازمه بازم خیلی ممنون دست شما خواهش میکنم سلامت باشید من اگر بتونم بعدا سعی کنم که ما باعث فنیه حالا توی یه گیم که چجوری پروتوتایپ کنیم و اینا یا چجوری کد منعطف بزنیم سعی میکنم بیشتر بتونیم گپ بزنیم صحبت کنم خوش اومدید خب بچه‌ها جواب با کی سوالاتم جواب بابک بدم من اگر کاری ندارید من دیگه اصلا مرخص اوکی من جان بچه‌ها مرسی قربونتون خیلی خوشحال شدم روزتون بخیر خدا نگهدارت خدا حافظ من این نکته همون جواب بابک رو بدم در مورد این بخش به نظر من این مشکل شما گفتی یه بخش پیش تولیده خب ما یه مشکل توی همین تقسیم کردن پروژه بین پیش تولید و تولید و بعدش داریم توی ایران من زیاد دیدم که تیمی میگه ما پیش تولید کردیم بعد میگیم تو پیش تولید چیکار کردیم مثلا داستان نوشته فقط من پیش تولید یه ذره میتونه تایمش بسته نباشه پیش تولید معمولا ممکنه از یک ماه تا 6 ماه تا 10 سال واقعا ممکنه پیش تولید اینجوری باشه بعد اینکه تو نمیدونی چی میخوای بسازی بعد فاز پیش تولید درست بکنه تو فاز پیش تولید بگی آقا من هفته پروتوتایپ بزنم بعد کارو بکنم نه دو هفته پروتوتایپ بعد بزنم بعد این فیچرها رو تست بکنم بعد الان تایمش هم خیلی نیست وقتی که پروتوتایپاتو زدی و به اون نقطه رسیدی و فهمیدی که میخواد چیکار کنه از اون تاریخ به بعد دیگه نباید اشتباه بکنی میدونی چی میگم من به نظرم تجربه من اینو میگه که من وقتی میخوام یه کاری که تا حالا نکردم و انجام بدم معمولا دو سه هفته اول یه ماه اول فاز آرندی و پیش تولید میذارم که به اون چیزی که میخوام برسم و به اون حالا ایده اصلی برسم در مورد دیزاین گفتیم ما احتمالاً الان با تا ادامه میدیم یه توهم گیم دیزاینر هم وجود داره چیزی که شما گفتیم یه ذره فازم به نظرم توی قضیه میونجه فقط توهم فنی نیست یه ذره دیزاینرامون هم اینجا در واقع مهندس نبودن گیم دیزاینرام در واقع میاد وسط این مشکل هم وجود داره که اون فقط مشکل فنی نیست که نمیتونه برسونه خب مشکل دیزاین هم هست که داره انقدر حدیق عوض میکنه ولی دیزاینم کار مهندسی نمیکنه سیستم دیزاین نمیشه و سیستم هم هم نمیخونه و یلخی ببخشین کلمه یلخی همینجوری میاد روی دونه دونه
سیستم میاد کنارم دیگه، بدون اینکه اصلا با هم حتی ارتباطی با هم داشته باشم، میاد و برنامه‌نویس بدبخت میزنه، بعد دیزاینر میگه که اشتباه بود و نشد. خب اینجوری هم نیست واقعا، نباید اینجوری باشه. بعد دیزاینر هم قبل از اینکه حتی این کارو به یه آدم فنی بده، بعد بتونه خودش یه ذره بتونه اون پروون کنه، ثابت اثبات کنه با این کلاس یه ذره داره جواب میده، فنی بلده، خودش بره پروتکل کنه، بلد از ابزاری مثل مکینیشن و ابزاری دیگه که میتونه سیمولیت کنه یه ذره دیتا رو بفهمه آقا این دیزاینر داره کار میکنه، بعد تازه بره به فنی که اون فنی هم بدونه باید چیکار کنه. من به نظرم اون فاز پیش تولید و آرندی که قبل تولید یه پروژه وجود داره، اگه اونو از دست بدیم تقریبا به نظرم پروژه فیل. الان بحث ما میشه سر عواملی که داره گیمر رو فیل میکنه. کار نداریم سطح برنامه‌نویس تو چی ها، ممکنه یه آدم با همین سطح برنامه‌نویس در بود اون کد و همینا گیم هم بستش، ما کاری با اون نداریم. ما میگیم که بیشتر فیلیای ما به این مشکل برخوردن، حالا یکی هم تونسته خود دمش کرد تا بسته دیگه داره ریلیز میکنه دیگه، منظورمون الان نیست، بیشتر اون بسته چرا فیل میشن. حالا اگه کسی سوال نداره، اگه سوال داره بپرسید، اگه نه تا بس دیزاین به نظرم شروع کنم. از آقای رسولی، آقای رسولی شما فرمودین که این مبحثی بود در مورد یادگیری در طول پروژه. خب ما چجوری پروژه تعریف کنیم که چالش نداشته باشه؟ یه تقریبا کار نشدنیه. بالاخره پیش میاد یه چیزایی ما باید بریم یاد بگیریم، برگردیم اصلاح کنیم کارو. اینو یه ذره بازش میکنید؟ ممنون. ببین یه چیزی وجود داره، یه نکته وجود داره توی کار. خب اینکه برای اینکه تو یه پروژه گیم بسازی که درست باشه، خوب باشه، در بیاد از کار، تو نیاز داری که، حالا ما اصطلاحا بین خودمون میگیم که نیاز داری که تا تهش بری. خب یعنی تو اگه مثلا میخوای یه 2048 درست کنی، اون 2048 رو تا تهش باید بری، یعنی پالیش بدون باگ، ترتمیز، با بهترین پرفورمنس، اپتیمایز شده رو همه گوشی ها، رو همه چی، رو همه دیوایس ها، فلان این حرفا، این اجرا بشه، کار کن. خب و وقتی من الان بیام به تو بگم که یه پروژه تعریف کن و برو انجامش بده، تو میگی نه من میخوام یه پروژم چالش داشته باشه. من حرفم اینه که نه، تو الان وقتی که تو داری پروژه رو تعریف میکنی متوجه چالش نیستی تا وقتی تا تهش نری. یعنی اون 2048 به ظاهر هیچ چالشی نداره، ولی تا تهش رفتن خیلی کار سختیه. یعنی تو تا ته اون که بری، یعنی تو یو آی درست باشه، اسپکت ریشیو اسمارت ریسپانسیو باشه رو همه گوشی ها، نمیدونم حجم رو بتونی کنترل کنی، بتونی نمیدونم آنالیتیکس رو پیاده کنی، همه این کارا رو اگه بتونی بکنی، این برای اون بازی نوعیه. اون موقع میگه خب که من چالش های این پروژه رو سپری کردم، حالا برم یه پروژه بزرگتری رو انجام بدم. مشکلی که من دارم راجبش حرف میزنم تو اون جنسه که ما اونجاها فیل میشیم. شما مثلا میگی من یه پروژه میخوام که یه چالش فنی داشته باشه، و یه چالش فنی گنده انتخاب کنی، میری سراغش، بعد از بقیه اون چیزا غافل میشی، میبینی که مثلا یه فیچر فنی پیاده سازی کردی، یه فیچر دیزاینی پیاده سازی کردی، ولی مثلا یو آی مثلا باگیه، یا مثلا مین منوت مثلا افت فریم پیدا میکنه، یا مثلا فرض کن رو مثلا اگه رو موبایل داری ران میکنی، مثلا یهو یه تبلت مثلا با اسپکت ریشیو مربعی که میاری یهو به هم میریزه همه چی، یهو تو یه جاهای اشتباهی فیل میشی. بحث من دقیقاً بحثم همین بود، میگم تو باید اینقدی باشی و پروژه اینقدی باشه که اون پروژه رو درست انجام بدی، و به همین دلیل این نگاه رو من خیلی خواهش میکنم که سعی کنید که تا وقتی که مطمئن نیستی، یعنی اون چالشی که تو میخوای تعریف کنی برای خودت، چالش اصلا تو پروژهت نباید باشه، چالشه باید جای دیگه ای باشه، باید بری بیرون، یه پروژه پرسونال نمیخوای بدی دست مشتری، مثلا تایملاین نداره، سرمایه گذار نداره، ریسک نداره، چالشو برو اونجا انجام بده، چالشی که میخوای مثلا خودتو ارضا کنه و خوشحال شی. ولی تو پروژهت اون چالشه رو بذار کنار، تو پروژهت برو کاری که بلدی انجام بده، اون چالشی که انجام دادی پروژه بعدی اونو بیار بذار تو دل پروژه، چون آلردی بلدی انجامش بدی. ولی این که تو چالشه رو تعریف کنی که چالش هنوز انجام ندیدی، راه حلش هم بلد نیستی، پروژه هم که میخوای انجام بدی مثلا ریسک داره و تا حالا هم انجامش ندیدی، خب اونجا قطعا فیل میشی. یعنی قطعا که نه، با احتمال خیلی زیاد فیل میشی، شاید هم یعنی همیشه شانس موفقیت وجود داره. حرفم اینه کامله. ممنون، متشکر. من میتونم یه چیزی بگم؟ بله بله. اینو صدا رو ضعیف میشنوم، مشکل سمت من نه، من فکر کنم که صدا الان، صدای نرگس که خوب بود، الان صدای من خوبه. آها، الان که عالیه.
من یه چیز راه حل نیست، ولی یه چیزی که به نظرم تو الان صنعت گیم تو ایران هستش و مثلا میتونه مشکل ساز باشه اینه که ما خیلی کلن تعداد استادامون و تعداد منتورامون و اینا کمه و تعداد شرکت هایی که خوبن و موفقن هم کمه. و مثلا حالا توی شرکت های یعنی توی کشورهای اروپایی که نگاه بکنیم همشون یه دونه یوبیسافت و یه دونه مثلا که این شرکت های بزرگ دارن و مثلا یکی که از در واقع از دانشگاه اینا فارغ التحصیل میشه که مثلا اون کسی که از دانشگاهشون فارغ التحصیل میشه مثلا سطح دانشش اونقدر عجیب غریب با ما با مثلا مایی که از حالا دانشگاه خودمون فارغ التحصیل میشیم نیست. فرقش فقط اینه که طرف مثلا میتونه بره توی یه شرکت بزرگی کار کنه و اونجا یه تجربه‌ای به دست میاره که خب به نظر من این تجربه ها رو نمیشه هیچ جور دیگه‌ای به دست، یعنی کتاب بخونی، یوتیوب رو بخوری، اینا اصلا به دست نمیاد. و مثلا این چیزی که ما تو ایران نداریم، شرکت‌های بزرگ نداریم و مثلا حالا اون شرکت‌های خود که خودمون هم داریم بزرگن هم باز ایندین و یعنی مثلا یه برنامه‌نویس حالا مثلا تو قسمت برنامه‌نویسی یه برنامه‌نویس سینیور تا حالا نبوده که با باش کار بکنیم بالا سرمون مثلا بهمون یه چیزای عمده رو مثلا یاد بده و فهم می‌کنیم حالا همون چیزای تکنیکالی فقط برنامه‌نویسی و اینا که اونا نیست، در واقع بیشتر مدیریت کار برنامه‌نویسی و همون مهندسی مهمتر. یه مشکل اصلیمون به نظرم واقعا اینه که بعد هی هم داره احساس می‌کنم بدتر میشه. یعنی ما حالا مثلا انستیتو داشتیم دیگه نداریم در واقع، بعد مثلا شرکت‌ها هم که شرکت‌های بزرگ اینا که نداریم، ولی اگه نگاه بکنیم همین بچه‌های خودمون کلاً همه‌شون در واقع کسایی که رفتن شرکت‌های بزرگ تو جای دیگه کار کردن یه تجربه عظیمی یهو به دست آوردن که ما الان انقدر تو سر خودمون می‌زنیم بازم به دستش نمیاد. آره یعنی اینجوریه که آره مثلا شما بری یهو مثلا توی یه کمپانی کار کنی مثلا فرض کن بتزدا مثلا یوبیسافت کار کنی، یهو توی یه سال یهو می‌بینی تجربه مثلا 20 سال بهت اضافه میشه کاملا، که مثلا راهش آدما رفتن و خب آره ما کاملا محرومیم. و از اون ورم خیلی از متاسفانه این دیگه باز دوره معضل ماست که خیلی از کسایی که تجربه دارن هم تو ایران هم میذارن میرن، یعنی همینجوری هی کم میشه تعدادشون و اینم دوباره اضافه میکنه به قضیه. این معضل هم داریم ولی به هر حال دیگه همینه، شرایط زندگی ما همین شکلیه، باید سعی کنیم. یعنی ببینیم همیشه من اینجوری میگم که تو اگه مثلا بدونی که داری یه کار اشتباه انجام میدی خیلی 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 جلویی بازم تا اینکه ندونی داری یه کار اشتباهی انجام میدی. یعنی منظورم که در کیسی که هیچ کاری هم دست در نمیاد آگاهانه اگه کار اشتباهی بکنی خیلی جلوتری باز از همه لحاظ. ولی حرف درست کاملا، یعنی نه ما اون شرکت ها رو داریم که اون تجربه رو منتقل کنن بهمون و نه اون آدمای سینیور و منتورمون اینقدر تعدادشون زیاده که بشه این کارو کرد. ولی خب چاره نیست، باید همینجوری همین بشینیم دور هم حرف بزنیم و سعی کنیم که هر چی بلدیم، یعنی تنها راهش اینه که هر کی هر چی بلده رو به بقیه یاد بده. منم یه چیز در مورد حرفی که خواستم تایید کنم که باید به هم دیگه یاد بدیم، چون تعداد دیولپرها الان خیلی خیلی کمه تو ایران. یعنی مثلا این ریت فیل شدن پروژه ها به نسبت تعداد آدم ها شاید مثلا تو سطح جهانی بخوایم مقایسه بکنیم یه چیز معمولیه، ولی چون تعداد اونقدر کمه و اینا بیشتر بولد میشه و تعداد موفقیت ها خیلی خیلی کم تا من یه چیز اضافه کنم به چیزی که نرگس گفتش، اونم اینه که ما باید کاری باید بکنیم که بتونیم همین که به هم تجربه انتقال بدیم خیلی کار خوبیه. من حسین اینه که یه ذره همدیگر هم توی انتقال تجربه باور داشته باشیم. دوستان رو میبینم همون قدیم هم رفتن انستی تو هنوز میان میگن فلان استاد مثلا غلط نبود، فلان استاد فلان کرد. و ما اگر اعتماد داریم به اون آدما میریم ازشون تجربه کسب میکنیم، بعد بریم اعمال بکنیم تجربه‌مون. من چند تا رو دارم میگم چند آدم این تیپی بالاخره وجود داره، ولی ما باید اون تجربه رو به هم انتقال بدیم. و نکته دومی که بعد بریم از خارجی‌ها بپرسیم، این مشکل نداره. من چند وقت پیش توی دیزاین یه مکانیک گیمی به مشکل خوردم، رفتم توی فروم یادم نیست فکر کنم ردیت رفتم زدم، گفتم آقا من می‌خوام چیکار بکنم اینجا، چیکار باید بکنم مثلا راه حلش چی، 10 نفر اومدن جواب دادن. به نظر مشکل نداره، میتونیم تجربه خارجی‌ها رو هم پیدا کنیم اینجا، یعنی بریم به دست بیاریم تجربه‌شون رو تو فروم‌های مخصوصی
هستن که الان خصوصا الان توی مثلا توییتر اگه بپرسی خیلی جواب میده، منشن رو تگ کنید اونایی که تجربه دارن. الان تیری برام قبلا ما توییتر نبود به این شکل، من اگه مثلا یه واقعا یه مشکل می‌خوردیم پوستمون کنده نمی‌شد واقعا حل می‌کردم. الان واقعا من همین الانم به یه مشکل می‌خوام یک آدمی رو منشن می‌کنم، یه تگ می‌کنم، یه چیزی منشن یه تگ می‌کنم تو توییتر، سریع آدم یه جواب میده، یعنی به سرعت می‌تونم جوابم برسم. به نظرم استفاده از تجربه آدمای بزرگتر، به خصوص الان مثلا من توی لول دیزاین واقعا از این کار استفاده کردم، از آدمای بزرگتر استفاده کردم. این جواب اون بخشی که بود میشه، نمیگم کامله، این آقا ضعف ما مشکل دیگه، ایرانیم نمیتونیم کاری بکنیم، ولی یه بخششون میشه از پرسیدن، چون آدما واقعا انقدر آدما اوپن مایند است توی کمپانی یوبیسافت و حتی اون کمپانی خارجی که من چندشون خودم میشناسم واقعا جواب میدن، یعنی واقعا هیچ ببین کاملا تایم برات میذاره، به جواب میده، تست میکنه، اصلا فیدبک بهت میده، این اصلا این مشکل نداره. یعنی من برای چند نفر واقعا ازشون کمک گرفتم جواب دادن، یعنی راضی ام بودن، به نظرم این کارو میکنن، اما یعنی که دیگه خیلی تو مخشون نره البته زیاد به فارسی. حسین دوستانی که من دوستی حالا یه آدم خارجی اومد توی دیسکورد انقدر سوال پرسید دیگه مجبورم جوابش ندم، یه واقعا مجبورم که جوابش ندم، واقعا دیگه هیچ کنجکاوی نداشتش که من بخوام کمکش بکنم، کاملا بهش توتوریال هم معرفی میکردم، میگفت که اینو دیدم ولی بازم سوالش میپرسیدش، یعنی من فهمیدم که اصلا به یه آدم نباید کمک کرد، باید خودش پیدا کنه، خیلی سخت بودش، ولی در نهایت از آدمای بین المللی میتونیم کمک بگیریم. حالا فکر کنم تا خودش تجربه تو آجیدی داره میتونه اینجا بیشتر در موردش توضیح بده. آره از چیز از آدمای که خارجی که میشه کمک گرفت خیلی، ولی یه نکته که منم یعنی خیلی میخوام تاکید کنم اینه که یعنی از هم ماها خیلی یعنی تو کامیونیتی خودمون هم خیلی آدمایی که مثلا توی زمینه‌های تجربه دارن زیادن و یعنی فقط کافیه که بسترش فراهم بشه که بشه با هم حرف بزنیم. یعنی یه جایی مثل اینجا که من خیلی دوست دارم و معمولا سعی می‌کنم همیشه بیام، مثلا یه چیزی که برای من داره اینه که خب خیلی از وقتا مثلا کسی که به عنوان مهمون اینجا بودن و مثلا صحبت میکردن شاید لحاظ مثلا سن و سال یا لحاظ مثلا تجربه یا فعالیتی که تو صنعت داشتن مثلا نسبت به من یا نسبت به وهاب مثلا آدمی بودن که کم تجربه تر بودن، ولی من اشتیاق نشستم و کلی چیز یاد گرفتم ازشون. یعنی اصلا بحث این نیستش که صرفا بریم دنبال یه آدم با تجربه تا یه آدم بزرگتر. یعنی برای من مثلا وقتی من میرم مثلا فرض کن وهاب هم همیشه هر هفته اینجاست، یعنی مطمئنم برای وهاب هم همین مثلا وقتی که آره مثلا کسی که میاد اینجا ممکنه مثلا 10 سال مثلا من کوچیک‌تر باشه یا مثلا تجربهش نصف من باشه توی اینداستری، ولی یه کاری رفته کرده و اون کاری که میاد توضیح میده کلی من چیز یاد میگیرم و هر هفته که تقریبا من اومدم اینجا هر کسی که اومده هر زده من ازش چیز یاد گرفتم. و یعنی حرفا میده که از هم دیگه ما میتونیم کلی چیز یاد بگیریم و این اصلا اینو اصلا دست کم نگیرید. یعنی هر کدوم از شماها که الان من خیلی از شماها رو پرسونالی میشناسم میدونم که خیلی از شماها تجربیاتی دارید تو هر چیزی که هر کدومتون بیاید شروع کنید حرف زدن و شیر کردن به درد بقیه میخوره و کلی میشه چیز یاد گرفت از هم دیگه. اینو اصلا این قدرت شیر کردن اطلاعات رو بین هم دیگه اصلا دست کم نگیرید. اوکی تایزه در مورد دیزاین هم صحبت کنم، مشاهده دیزاین اینا. آره خیلی بحثمون هم کش پیدا کرد، من اون بحث دیزاینر رو خیلی فکر کنم وقت نکنی چون من از هفته صبح بیدارم و سفتم سر کار بودم. بحث آخر خیلی فکر کنم بحث آخر ببریم که ما اینجا بسته بودیم در زمینه هشتگ توهم، من بهش میگم توهم گیم دیزاینر. و اینم متاسفانه خیلی دیدم که توی پروژه ها رو میبره به سمت پرتگاه و پرت میکنه پایین. توهم گیم دیزاینر چیه؟ این که مثلا گیم دیزاینر از بسم الله شروع میکنه و مثلا یک سنگ بنا اشتباهی میذاره، یعنی میخواد یه گیم عجیب و میخواد مثلا همه میخوان کوجیما باشن، همه میخوان نمیتونم گیم مثلا ماشاءالله همه هم دوست دارن مثلا گیم مثلا اکسپریانس های مثلا تیریدی مثلا بزرگ نمیدونم همه برن با مثلا هاررای فرست پرسن رقابت کنن، نمیدونم خیلی خیلی این فاز ترسناکیه که دیزاینرها خیلی مثلا یعنی حالا میگم توهم ولی منظورم اینه که خیلی یهو سراغ چیزای گنده میرن. و این باز دوباره دلیل اولش همون بحثیه که خب دید مهندسی نداشتن، یعنی اینکه چه جوری می‌خواید کارو بکنید، چون پیاده سازی سیستم‌ها خیلی مشکله. من خودم تجربه این کارا رو زیاد داشتم، مثلا توی گیمی داشتم کار می‌کردم که یه گیمی بود که شوتر بود، بعد مثلا می اومدم به تیم، یعنی یه ایده ای من داشتم از یه شوتر خیلی خفنی، همین گفتم که به پروگرامر گفتم که این فیچر رو میخوام میزن،
گفتم که میخوام تیره اینوری بره اونم میزنه، مثلا گفت تیره اونجوری بده، بعد همینجوری هی 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 فیچر گفتم هی اون زد، هی فیچر رو گفتم هی اون زد، بعد آخرش یهو یه چیه آشی شده بود از یه عالمه پارامتر، 200 تا پارامتر بود که خب من همه اونا رو من گفته بودم خودم واقعا، و اون بدبختم زده بود، ولی نه اون فهمیده بود من چی میخوام، نه من میفهمیدم که چی کار دارم میکنم، یعنی در هر لحظه فکر میکردم که خب معلوم اینم میخوام دیگه، خب اینم دیزاین درست اینه که این شوتر باید تیرش اینوری هم بره، مثلا باید اینجوری باشه، بعد آخرش من مونده بودم و مثلا یه طولی که مثلا 250 تا پارامتر داشت و من اصلا نصف اینا یادم نبود که مقیاسشون چیه، یعنی اون پارامتر باید 50 باشه یا مثلا 5000 و نمیتونستم اینا رو بالانس کنم، بعد اینا هر کدومش یه باگ میخورد اصلا نمیفهمیدیم، اصلا یه کثافتی شد. میخوام بگم که یعنی یه ایده این شکلی، یعنی یه دیزاینر میتونه قشنگ پروژه رو ببره به یه بره اشتباهی که خب اینم دوباره از کمبود تجربه میاد و اینم دوباره همون بحث است که باید دیزاینی که میکنید باید خیلی کوچیک‌تر باشه از حدی که فکر میکنید دیزاین بلدی، نه اینکه بخواید برید یه دیزاینی بکنید که تا حالا نکردید، یعنی مثلا تا حالا مثلا یه گیم پلتفرمره مثلا 2D لول بیس مثلا نساختی که حالا ساده ترین نوع لول دیزاینی که فان باشه باحال بشه، و یهو میخوای بریم مثلا فرض کن رزیدنت ایویل مثلا 9 دیزاین کنیم مثلا و پیس اون رو میخوای در بیاره، خب نمیشه واقعا، و اینم دوباره یه داستانیه، یعنی توهم گیم دیزاینر هم از این ور یعنی حتی اگه بهترین تیم فنی رو هم بذاری کنار دستشون و اون تیم فنی بخوان فقط به صرف یک دیزاینری که هم نمیفهمه که حد خودش چقدره به حرف اون گوش بدن، دوباره پروژه میره به یه ور خیلی اشتباهی. آره دقیقا من اینو قبول دارم، این توهم گیم دیزاینر، حالا کلمه توهم به کار بردیم، گیم دیزاینر بودن اگر همین یه گیمی میبینن، حالا یه دمو هم از انجین میبینن، آقا ما بریم اینو بسازیم، بعد اصلا تجربه اینو نداره، دوستان میدون بعد در نظر بگیرن که به خدا پله پله بعد روش کنیم، میخوای از روز اول پاتو بذاره پله پنجم، اما میفتی پات میشینه دیگه، نمیشه میدونی، اون باید پله پله بری بالا. حالا مثلا آدمی که مثلا من چند وقت پیش با یکی از دوستان صحبت میکنم، بس اون همین بودش که آقا یه گیم کوچولوتر، اسکوپ کوچیک‌تر، چیزی که میتونیم انجام بدیم، من گفت که مثلا دو نفر اومدن بازی مثلا پرودئوس رو ساختن، خیلی هم خفنه، کیک استارتر هم، گفتم بابا برو ببین بک‌گراند اون آدمی چیه، اون دو نفری که آدم بازی پرودئوس ساختن، طرف 10 سال توی اینفینیتی وار رو کال آف دیوتی کار کرده، برنامه‌نویس 4 تا پروژه تریپل ای زده، الان اگه می‌بینید طرف دو نفرن، اون دو نفر هر نفرشون 10 نفر ماست، اینجوری فکر نکنه که اون دو نفر گیم ساخته، منم دو نفره میتونم گیم بسازم، بابا تجربه آدمه، همون تجربه اون آدمه 10 نفر ماه، میدونی اینا رو باید در نظر بگیریم، ما نمیتونیم، ما به خدا نمیشه، با دو تا 4 تا نمیشه، طرف میاد میگه من یه نفره مثلا جی تی ای میسازم، بابا اصلا بس یه نفره دو تا 4 تا رو ماشین حساب کنه، فیچه داد فیچرا و تایمر که بعد بزنه، بعد 15 سال کد بزنه، چه جوری میشه اینا؟ اینی که وهاب میگه واقعی یا مثال نبود، واقعا همین کسی هست که آره من توییت کردم چند وقت پیش، من گفتم بیت من براتون، من میتونم تک نفر جی تی ای بسازم، فقط حالا من یه استرا دارم، خیلی شاید خریدار باشه، خود خفن پنداری بابا، نمیشه به والله نمیشه، یه نفر نمیشه گیم اینجوری بسازی، ترجمه میخواد، میدونی الان سولو دیولوپر ها زیاد هستن توی دنیا، ولی اونا واقعا قبلش 10 تا پروژه فیل کردن، آدمی نیست که یه روز اومده شروع کرده گیم بسازه و گیم خوب در اومده باشه، همه الان خیلی میشناسید آدم هایی که تک نفر گیم میسازن، تجربه یه شبه به وجود نمیاد، باید تست کرد، فیل کرد، یاد گرفت، از روز اول نباید به فکر پول باشی، آدم طرف دو روز یونیتی یاد میگیره، داره درخواست شغل میده، طرف سه روز مدل سازی کار میکنه، میاد تو شرکت درخواست کار میده، و دیگه وقتی اون لحظه که فکر میکنه که من خفنم و من دیگه بلدم، دیگه مطالعه نمیکنه، دیگه رفرنس نمیبینه، دیگه تحقیق نمیکنه، دیگه کمک نمیگیره، دیگه از آدم دیگه کمک نمیگیره، میگه خب من میدونم چیه دیگه، این دقیقاً یه توهم این تیپی بین آدما و تیمای ما وجود داره که باعث میشه خودمون تیمم خراب کنه، با آرتیست فیدبک میدی، به عنوان دیگه گیم دیزاینر میگه تو از آرت چی میدونی، به این که دارم میگم واقعا 10-15 بار واقعا تو تیمان رو دیدم که بهش فیدبک آرت میدی از نظر زیبایی شناسی، میگه شما که دیزاینر از آرت چی میدونی، من آرتیستم، این دیدگاه ها باز میشه همین که خیمو فیل میشه و آدم پیشرفت نمیکنه، آدم ها رو میشناسم آرتیست 5 سال پیش همین توی استیتی بوده، الان 5 سال گذشته از استیت قبلیش 5% پیشرفت کرده، به خاطر همین توهمی که من دیگه بلدم، من دیگه تهشم، من دیگه میتونم این کارو بکنم،
گیم دیزاینر هم همین جوری هستن. یعنی برنامه نویسم که حالا گفت نمردش، اینکه آقا ما همیشه باید یاد بگیریم. من خودم شخصا نمیخوام بگم، هر شب دارم توتوریال میبینم، هر شب، یعنی توتوریال چیزایی که بلد نیستم. خب ما قرار نیست ما همه چیزو بلد باشیم، که ما باید یاد بگیریم. سن و سالم نداره، 10 ساله باید یاد بگیره، 20 سالم باید یاد بگیره، 30 سالم همینطور. همیشه باید یادگیری باشیم، فیچرهای جدید، گیم پلی جدید، مکانیکای جدید، گیمای جدید باید تحلیل کنیم. این باعث میشه ما پیشرفت کنیم، رشد پیدا کنیم، بتونیم بیشتر بفهمیم دیزاین گیما رو. یاد یه گیمو دیدیم سری نگی من میتونم مثل این بزنم، نمیدونی پشت پرده اون گیمه چی. وقتی میری مثلا یه دو تا ویدیو جی دی سی میبینی، میفهمی که طرف مثلا دهن سرویس رو تو دیزاین مثلا اون مکانیکه، میدونی؟ یعنی به نظر من پیشنهاد میکنم مثلا فیلمای جی دی سی، فیلمای مثلا پست مورتما توی گاما سوترا خیلی زیاده، برید بخونید. آدمای دقیقاً مشکلات تیما که از بر بخش فنی بودی، یه پست مورتم میخونم خیلی جالب بود، میگفت که پروژه ما چندین بار فیل شد به خاطر اینکه هر برنامه نویس جدیدی میومد میگفت کد برنامه نویس قبلی رو قبول داشت رو از صفر میزد. تجربه تیم آمریکایی بود. الان تو ایران هم من این تجربه رو دیدم که یه آدم نفر جدیدی میاد نفر قبلی رو کلا قبول نداره، کمپلت میگه من بعد از صفر بزنم دوباره بیام بالا. خب چرا اینجوریه؟ چرا مثلا این فکر میکنه که فقط کاری که مثلا من دارم میکنم خیلی خفنه، کار قبلی مثلا چرته، همیشه بلدیم روی مثلا بقیه ایراد بگیریم. یه ذره باید پیشرفت شخصی باید داشته باشیم تو این قضیه دیگه. باید سعی کنیم کارو بقبولیم، بخونیم، اگه کسی یه کاری کرده باید فرض این که اصلا دشمن ماست قبول بکنیم که این کار درسته، اگه کار درست باشه. واقعا دارم میگم، چون که دارم میگم تجربه شخصی من که توی با آدمای برخورد زیاد داشتم. من فکر کنم تا الان 10 12 تا تیم رفتم تو مرکزش با کلی آدم بودم که یه مشکلی هم من میگم در مورد این حالا از دیزاین هم فکر کنم خارج مدیریت تیم. یه بازی بودش که یه تیمی داشتن میساختن و این بازی هنوزم ریلیز نشده بود، دو ماه درگیر بودن که کی مدیر تیم شه، دعوا بودش. میگم من میخوام لید، من میخوام لید چم. من میگم بابا چه فرقی میکنه یکی دون لید چی؟ میگم نه، ایده رو من آوردم، من باید لید چم. میگم من آرتو بیشترش رو من زدم، من باید لید بشم. بعد آخر پروژه مثلا توی فکر کنم 75-80% فیل شد. پروژه بود که حالا اسمش هم نمیخوام بیارم، شاید ممکنه اسمش هم شنیده باشید. به این اشکالات وجود داره. ما وقتی خودمون نتونیم بشناسیم، نتونیم با تیم کار بکنیم، هیچ موقع نمیتونیم گیم بسازیم. اون آدم هنوز آدمی که من میشناختم هنوزم گیم نساخته، چون هیچ موقع نتونسته تو هیچ تیمی کار بکنه، هنوز هر روز مشکل میخوره. میدونی این توهمی که من ایده رو آوردم، من خیلی خفنم، پس ایده تنها ایده من در جهان وجود داره، با اینا نیست، به خود ایده ریخته. الان هر شب بخواب صبح بلند شی 10 تا ایده از ذهن هر آدم میریزه بیرون. فکر نکنیم ایده هامون خیلی خفنن، ایده فقط من این ایده رو دارم. آقا اینجوری نیست. ما الان همه گیم ها 99% کلون هم دیگه هن. کتاب دیولپ دیدی که مسیر پیشرفت بازی پلتفرمر رو زده، 10 تا گیم توشه تو مسیر. همه از هم دیگه ایده برداشتن، اینو دیولپ کردن، بهتر کردن، شده گیم جدیدتر. قرار نیست ما همیشه بیایم یه چیزی یونیک بزنیم که در جهان وجود نداره. خب چیزی یونیک زدن یوزر جذب کردنش هم بدبختیه. فکر نکنید تو چیزی یونیک زدی همین الان یوزر برای تو آماده است اونجا من برم یوزر بگیرم. یا مثلا این فاز اصلا وجود داره، حالا من اینم چون آخر وقته بعد بگم، به نظرم فاز بین‌المللی هر کی رو می‌بینی میاد میگه یک شرکت بین‌المللی کار برای فاز خارج. بابا به خدا الکی نیست برای خارج کار کردن، اینجوری نیست که بدون تحقیقات بازار هر کی گیم بزنه بره برای خارج پخش بکنه. این نمیدونم الان فاز جدیدا شکل گرفته چه جوریه، به خدا این تجربه میخواد. اگه اینجوری بود که الان همه داشتن که خارج گیم میساختن، اینجوری نیست که. حالا فکر کنم تا اینجا یه ذره بیشتر بتونه در موردش صحبت کنه. قیمت دلار خوب رفته بالا، بالاخره ماشین حسابو در میارن، آدمو میذارن میبینن که میارزه که درآمد دلاری داشته باشن، همه شرکت به رولی ثبت میکنن. من یه چیزی دیگه هم در واقع به عنوان حسن ختام بگم، یعنی البته خیلی چیز دیگه بود ولی خیلی طول کشید بحثم، بعدش اگه بچه‌ها بحثی دارن بگن فکر کنم بهتر باشه که ببینید اون خلاصه، یعنی خلاصه نه، اون اختتامیه صحبتی که میخوام بکنم اینه که یه سختی هست توی همه کارا که اون سختیه رو، حالا من شاید دوستان اسمش رو داشتم کار گل انجام دادن، تا اون کار گل انجام دادن ها رو انجام ندیم نمیتونیم ما بریم به اون جاهایی که دوست داریم برسیم. مثل این چیزا هست، مثلا این انیمیشن های چینی و ژاپنی اینا که میرن یا رو میره پیش مستر، پیش بعد میخواد همیشه اولش میگه برو این سطل آوار بذار رو دوشه در پله آوار بالا بیا پایین،
همیشه اولش با یه سری تمرینای شروع میشه که اون میگه مامان میخوام برم مثلا بپرم پرواز کنم مثلا فلان، میگه نه خفه شو برو برو سطل آبو ببر بیار. و واقعیتش اینه که تا اون کارا رو نکنیم نمیتونیم ما به اون مثلا مراحلی که مدارجی که خودمون مد نظرمون برسیم. مثلا فرض کن تا من میدونم که اکثر بچهای چون میشناسم اکثر بچهای تکنیکال همشون شیفته ی انجام کارهای هیجان انگیزن با کد، یه چیز سیستم خوبیه رندر سیستمی درست کنه و شیداره خفن بنویسه AI فا. ولی واقعیتش اینه که اون پروگرامری تو گیم موفقه که بتونه بشینه مثلا UI یه گیمی رو که مثلا 89 تا منو داره و تک تک این منوها رو باید بشینه دکمه‌هاش رو تنظیم کنه، این کار رو بتونه درست انجام بده. این یعنی گیم پروگرامر خوب، یعنی یا گیم پروگرامر خوب اینه که بتونه مثلا بیاد بشینه مثلا تک تک اجزای اون لولایی که بهش دادن بره بشینه، یعنی اون کار گلو به خوبی بتونه انجام بده. تو دیزاین هم همینطور، دیزاینر اکثر کسایی که دیزاین دارن دوباره باز شما خیلی میبینن اکثر کسایی که دیزاینر همه دوست دارن که یک خلاقیت یه ایده خفنی بزنه یه چیزی بذاره فلان، نه یعنی اولین کار یعنی اولیش که چه اصلا من خودم هم درگیر همین داستانم، دیزاین یه عالم خرکاری داره یه عالم خورده کاری داره که باید اونا رو انجام بدی و تا اونا رو انجام ندی نه. و اکثر پروژه اصلا همونه، 95% پروژه یه عالم کار گل دیزاینیه، 5% خلاقیتیه، بقیه‌اش تو بشینی هی پارامتر تنظیم کنی، هی اینو بذاری، هی تست آن کنی، داکیومنت بنویسی برای تیم فنی، بالانس کنی، لیست کنی، جدول درست کنی، چارت بکشی، اسم بذاری، نمیدونم دیسکریپشن بنویسی، کلا 95% کار دیزاینیه. و من تقریبا 2 ماه پیش ما برای یه پروژه دیزاینر می‌خواستیم که من توییت کردم که و آگهی دادیم که مثلا دیزاینر میخوایم، من فکر کنم اگه اشتباه نکنم با 27-8 نفر مصاحبه کردم تا یه دیزاینری رو بگیریم جوین شه به تیممون. و خیلی جالب بود که یعنی توی اون 27-8 نفری که من باشون مصاحبه کردم راحت بهتون میتونم بگم 15 نفرشون وسط مصاحبه که من داشتم توضیح میدادم که تسکا چیه پشیمون شدن، گفتن نه ما نمیخوایم کار انجام بدیم. یعنی وقتی داشتم براشون میگفتم که ببین تو اگه بیای جزء تیم شی دیزاین نمی کنی، یعنی فیچری نیست که تو دیزاین کنی، یا عالم دیزاین هست که تو باید کمک کنی تسکو انجام بشه، باید کمک کنی مثلا یا عالم آیتم مثلا دیزاین بشن پارامترشون چیده بشه، یا عالم مثلا اسلحه ست بشن، یا عالم اسپرایتن که باید مثلا یا عالم لوله که باید باکساشو تو لول بچینی، یعنی کار دیزاین نداری، کار انجام دادن تست داری. و همشون نصفشون رفتن، یعنی اصلا دوست نداشتن تسک انجام بدن، دوست داشتن دیزاین کنن و خب ما دیزاین نمیخواستیم، یعنی اون و اون اصلا به دردمون نمیخواد. برای همین حالا چه آرتیستید چه پروگرامر چه گیم دیزاینرید اون سطل آب رو باید بالا پایین کنید، فایده نداره، یعنی بدون بالا پایین کردن اون سطل آب نمیشه به جایی رسید. خب من بحث رو تموم میکنم همینجا، ولی خب بازیم برای اینکه بچه‌ها اگه بحثی چیزی سوالی دارن بپرسن و بحث کنیم، و اگه هم نیست که دیگه تعطیل کنیم، همه هم خسته ایم، یعنی من اصلا خسته ترم به احتمالاً بریم پی کار. حالا که سوال داره بپرس. حقیقت سوال من نداشتم، فقط میخواستم بگم که ای کاش یه چند دقیقه هم میتونستیم در مورد اون فیلم ایندی مووی هم صحبت کنیم که خیلی ها رو گول زد اون فیلم. این که فرمودید در مورد بک‌گراند آدم ها برید اول نگاه کنید خیلی مهمه، یعنی خیلی چیز مهمیه. مثلا طرف نگاه میکنه آه مثلا فلانی بود 2 نفرن یه نفر فلان بازی رو ساخته، پس ما هم بریم، ما 2 نفریم، آرتمون هم بهتره، دیزاینمون هم از اون قوی تر، میریم فیچر کنیم، میرن و نمیشه. و دقیقا به خاطر همینه که اون بک‌گراند رو نگاه نمیکنن. خیلی خیلی چیزا هست که یعنی باید دیده بشه، یعنی حتی شرایط زندگی کردن هم هست. یعنی شما اگه مثلا فرض کن 3 نفر آدم مثلا 25-6 ساله باشید که بخواد گیم بسازید با هم دیگه و مثلا تو استرالیا باشید خیلی فرق میکنه تا تو ایران باشید، یعنی کاملا، یعنی حتی از نظر تجربه و دانش هم عین هم باشید بازم شرایطتون فرق خواهد کرد، بخاطر اینکه شما میتونی مثلا میتونی بری تو استرالیا اگه زندگی میکنی میتونی بری مثلا حساب کتاب کنی بگی خب من مثلا در 3 سال مثلا دقیقاً میتونم ضرب و تقسیم کنم که هزینه‌ام چقدر میشه، اگه اینقدر پول داشته باشم میتونم مثلا 3 سال کار نکنم برم کار ایندی بکنم و مثلا هالو نایت بسازم. ولی تو ایران تو مثلا تا 2 ماه آینده هم نمیتونی همچی ضرب و تقسیم بکنی که من مثلا خرجم تا 2 ماه آینده اینقدره و مثلا بیشتر نمیشه، یعنی تا این لول مثلا که از این لول شروع میشه و حالا برو بالا دیگه، بک‌گراند آدمو تجربه هاشون هم هستن.
دقیقا من خواستم اینو بگم. دوستان خیلی استثناءات رو نگاه نکنن، تو دنیا همه چی وجود داره استثناء. مثلا الان نزدیکای حالا چیزی که آجه خوندم از اینکه 700 فکر کنم 1000 تا شرکت تو دنیا وجود داره، 700,000 شرکت گیم دیولپ وجود داره. یه چیزی خونده بودم از این 700,000 نفر اون 5 نفر گیم دیولپ، مثلا 1% هم نمیشه. خب همه میخوان اون 1%، با اینجوری نیست. همه مثلا انیشتر نمیشن، همه پروفسور سمی نمیشن که. خب یه سری آدم وجود اینجوری هست. ما همه میخوایم اینجوری کنیم، نمیگم نشیم ول کنیم، باید تلاش بکنیم به اون نقطه برسیم، ولی اینکه اون استثناءات رو نباید به عنوان بولد کنیم و بگیم سند اینه. سند اون استثناءات نیست، سند بقیه‌شه. اون 99% اونوره سند گیم، نه اون 1% که مثلا براش فیلم ساخته میشه. من نظرم اینه، میگم باید به اون 99% نگاه بکنیم. بله درسته، ممنون. نقطه سوالی آقای رسولی، سلام، خوب هستین؟ صدا میاد؟ بله بله صدا هست. یکی سوال همون در مورد سلف دیولپمنت داشتم، این که خودمون رو توسعه بدیم. شما بین خود بین این که خودتون توسعه بدیم و اینکه بخواید یه درآمدی داشته باشین، چجوری توی این مدتی که کار میکردین توی بازی سازی اینا بالانس ایجاد کردین که هم واسه تون مثلا یه موقعی سختی مالی به وجود نیاد، اینجور چیزا؟ یعنی مثلا من کسی که به عنوان اولین شغلی که مثلا میخواستم کار کنم، اومدم بازی سازی انتخاب کردم، شروع کردم مثلا توی شرکتی، مثلا ما یه قدم کار میکنم، اگه مثلا یه موقعی به شرکته بگم نمیخوام مثلا 2 ماه کار کنم، میخوام رو خودم کار کنم، خب شوی یه سرمایه از قبل باید واسه خودتون درست کرده باشین که بتونین موقعی که میخوای خودتون رو قدرت خودتون افزایش بدین تو اون مدل بتونین. خب روزی چند ساعت داری کار میکنی تو اون شرکت؟ من روزی حدودا 6 ساعت الان. خب بقیه روز تو چیکار میکنی؟ بقیه روز تو باید دانشگاه میرم. خب بعدش اشکال دارم معمولا دیگه مثلا شبای زنم بازی میکنم. خب بازی نکن، روزی 2 ساعت رو صفر دیولپمنتت کار کن، یا حداقل شب در میون این کارو بکن. یعنی همینه راش اصلا این نیستش که تعطیل کنی بری. یعنی این هنرت در واقع تو اینه که تو بتونی همزمان هم زندگی تو بچرخونی و هم روی خودت کار کنی که عقب نیفتی و مثلا دانشتو. و همینه، یعنی مثلا ما هم که تا حالا یه کارایی کردیم معمولا اینجوری بوده. یعنی تنها همین که وهاب میگه من میام خونه خسته و کوفته، مثلا ساعت مثلا 9 شب میرسه خونه، احتمالاً یه استراحتی میکنه، آخر شب میشینه توتوریال میبینه. و مثلا این همینه، یعنی ما هم منم همینم. یعنی مثلا منم احتمالاً آخر شب یه وقتی که هیچ تایمی مثلا دیگه ریکوستی نیاد، میرم سعی میکنم اون لالوا بشینم یه چیزی ببینم یا برم روی سات پروژکتی کار بکنم. ولی این اصلا مساوی با این نیستش که زندگی تو تعطیل کنی. باید این هنرت اینه که همزمان بتونی همه این کارا رو بکنی. دست شما در نکن. سوالی نیست؟ یعنی فکر کنم همه چی واضح بوده. آره حالا فیدبک هم بدید، حالا سوال اگه نیست فیدبک بدید. آره فیدبک بدید اصلا چطور بود، کلا خوب بود؟ آره یعنی این کار رو میشه ادامه داد، نمیشه و مثلا این زیر چیز زیاد داشت، زیر مبحث، خب خیلی زیر مبحث زیاد داشت و به نظر من 2 هفته دیگه هم حداقل باید روی یعنی آقای ایرجی که قشنگ بحث مهندسی و شما خیلی خوب باز کردین، من دیدم خیلی بهتر شد. مثلا یکی پروژه مثلا یه پروژه می‌خواستم انجام بدم، حالا میشه گفت بازی مونوپولی بود، خب بعدش من تا حالا اصلا ربات نزده بودم، تازه مثلا رفتم قبل اینکه مثلا 2 هفته پروژه شروع کنم بازی مثلا رفتم ربات استید ماشین یاد گرفتم، اینجور چیزا. خیلی قشنگ بود که داشتم، تازه دیدم می‌فهمیدم که این کارایی که کردم چقدرش درست بوده چقدرش غلط بوده. خیلی خوب بود، مثلا من باید جلساتش بیشتر بشه، زیر مجموعه زیاد داشت. به نظر منم خیلی عالی بودش، مخصوصا همون بخش سافر انجینیرینگ. چون من چند روز پیش با یکی دوستام که ساچیز فرانت اند دیولپر قبلا تیم لید کافه بازار بود داشتیم اون بحث می‌کردیم، داشت میگفتش که ببین تو گیم دیولپر خیلی خوبی هستی ها، ولی نیاز داری که سافر دیولپر بهتری بشی.
و واقعا به نظرم چیزی که ما نیاز داریم، حالا شاید تو پروژه های مقیاس کوچیک مثلا اوکی بشه و مثلا بتونیم جمعش کنیم، ولی پروژه که بزرگتر میشه واقعا تو اون بدهی چیز میفتیم و اینقدر طول میکشه که فیل میشه یا اپتیمایز نمیشه یا میدونی یه فیچر میخوای اد کنی کلی کار باید بکنی آخرش هم پشیمون میشی. آره به نظر من واقعا نیاز داریم که گیم دیولپرمون رو سمت اصولی دیولپ کردن ببریم. آره این بحثه که میشه، بحث اینه که یه جرقه ای خورده بشه توی مثلا کسی که شما دارن گوش میدن و اینکه شما هم یه تکلیفی رو دوشتون میاد که این پیام رو منتقل کنید به بقیه کسایی که میشناسید و این در واقع اینجوری میشه که ما میتونیم همگی با هم پیشرفت کنیم و رشد کنیم. من یه چیزی بگم در مورد همین بحثا، مرسی که اول اومدیم و این بحثا انجام دادین. اولین حالتی بود، همین بار بود که اینطوری این جلسه رو برگزار میکردیم. احتمالاً تعدادشو بیشترم بکنیم. من فکر کنم این شاید حتی یه وقتای مفیدتر باشه، چون مثلا اگه موضوعش جوری باشه که هممون درگیر بشیم فکر کنم برای همه جالب باشه و شاید حتی بشه که دوباره همین بحثو تکرار کرد. چون فکر کنم جا داره هنوز در مورد خیلی چیزای دیگه حرف زدم. خودم حتی دوست داشتم با سوالی بپرسم ولی واقعا فکر کنم فرصت نمیشه. همه الان نزدیک 2 ساعت شد. ولی آره قطعا سعی می‌کنیم از اینجور بحثا بیشتر باشیم. و احتمالاً هم مثل همون فرمی که فرستادیم برای پیشنهاد مهمون، مثلا یه فرمی هم درست کنیم برای پیشنهاد موضوع که شما بگین دوست دارین چه موضوعی مطرح بشه و شاید حتی پیشنهاد بگین که بدین که مثلا کیو دعوت کنیم توی اون بحث. اینم یه فکر. کلا می‌تونیم هم فیدبک بدین که چه جوری می‌تونه این بحثا بهتر برگزار بشه. فیدبک بدید. کلن به نظر من هرچی از این دوره همیا بیشتر و بیشتر تکرار بشه بهتره، چون تو همین حرف هاست که یه چیزایی میاد بیرون و میتونیم ما نکات مثبتش رو برداریم برای خودمون یاد بگیریم و به این شکل. آره دقیقا همینطوره. ببین مثلا مهندس نرم افزار، دوستانی که حالا نرم افزار خوندن، حالا محمد هم گفتش، از یه درسی بود توی رشته مهندسی نرم افزار به اسم مهندسی نرم افزار. دقیقاً آریوپی اینا رو همه توش میگفتن که هیچ کس همش دقیقاً نمیگه اون درسه و خیلی هم خوب تو دانشگاه ارائه نمیدادن. در صورت همون درسه مهمترین درس مهندسی نرم افزار به نظر، همون درس مهندسی نرم افزار که همه رو بیخیال میشدن، آخر الان که میان تو بخش دیولوپ و تولید تازه میفهمن که اون درس چقدر مهم بوده. میتونن یا مثلا درس ساختمان دادا برن بهش برگردن و اونو بتونن دوباره بخونن، دوباره مطالعه بکنن. و بازم کلی ویدیو هست در مورد این چیزا. من خواستم این چیزم به دوستان بگم، چند وقتی یکی از الان گفتم تو اینجا بگمش که مثلا مود پروداکشن گیم خیلی سوال میپرسه آقا چه جوریه فلانه. دوستان یکی از پرودوسرای یوبی سافت توی یودی یه کورس رایگان داره واسه پرودوسینگ گیم. کورس فکر کنم 5-6 ساعته باید باشه کلا رو هم. خیلی کورس خوبیه، هر کی دوست داره بره ببینه و لذت ببره. کاملا هم فریه این کورسه. پروسه تولید گیم از 0 تا 100 خیلی کورس ترتمیز و فریه هم هستش. یه بار دیگه اسم کورس رو میگیم. پیدا کنم بهتون میگم. آره لینکشو میتونید تو اون لینک های گپ صوتی بعد بذاری برام. آره اون کارم میتونه بکنم، لینکاشو من بیارم تو اون تولی بذارم تو اون چیز گپ صوتی. مثلا فقط یه پیشنهاد بدم که بله مثلا فقط یه پیشنهاد بدم که یه ذره اگه وارد دیتیل بشیم به نظرم بد نباشه. یعنی بعضی جلسات چون خب مباحث خب چون گسترش زیاد بود، خیلی بعضیاش مثلا در حد چند تا جمله مثلا از حالا یه تجربه اساتید اومدن گفتن، اما مثلا یه حالت پست مورتم یه داشته باشه بعضیاش، یا اینکه حالا تجربیاتی باشه که مثلا با دیتیل بیشتر، چون من فکر می‌کنم توی اون جزئیاته که یه سری چیزا در میاد که خیلی میتونه کمک کننده باشه. بعضی وقت مثلا میگم اون کلیات رو گفتن خوبه که مثلا خب خیلی شاید با همون کلیات هم آشنا نشه، اما توی همین تجربه یه سری جزئیاتی وجود داره که اونا رو دونستن به نظرم راحت تر میکنه این موضوع رو که ما بتونیم اینا رو توی
حالا پروژه های شخصی خودمون یا پروژه های دیگه اعمال کنیم حالا این تجربیات بقیه رو. آره اون دقیقا قالب پست مورتمی و اینا پیدا میکنه که آره یه پلن خیلی خوبیه که میشه یه سری جلسات رو کاملا پست مورتمی برگزار کرد که تو جزئیات بحث بشه، مثلا کسی که روی مثلا پروژه خاص یا ژانر خاص یا یه مثلا فیچر خاص مثلا کار کردن بجاش حرف بزنن. آره مرسی. من بچه ها با اجازهتون دیگه خدافظی کنم و به نظرم که تمومش کنیم چون خیلی طولانی شد. ما که هستیم تو دیسکورد، باز اگه نظری نکته‌ای چیزی بود بگید و ببینیم در ادامه چه جوری میشه. مرسی از همگی. شب بخیر. نکته نیست دیگه، یواش یواش خسته نباشید. خسته نباشید.